خب دوستان عزیز، با سلام به شما و با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. این عکسی که میبینید عکس یکی دو هفته پیش یه برنامه داشتم با یکی از دوستان ضبط میکردم، گفتم خب چه بهتر که آدم یه عکسی هم بگیره. این عکس مال 10-15 سال پیشه. میبینید یکم موی بیشتری داشتیم، اون بالا هنوز مشکی بوده، ولی کیفیت این خوب نیست. این یکی از دوستان بهایی برای من گرفته بود و فرستاده بود، ولی خوب نبود. آقای اکبری، خوشحالم که اینجا هستی. صدا هست یا نیست لطف کنید به من بگید. داریم ضبط میکنیم، روی صفحه مردم تیوی هستیم، روی صفحه فیسبوک هم هستیم. یک خبر یا مژده که با کمک دوستانی که دوباره به من اصرار کردند که برنامه ها رو شروع کنیم و ما هم حرف اونها رو گوش دادیم، به زودی که نه الان هستیم روی روکو، به زودی روی فایر تیوی، روی آمازون و اپل هم خواهیم رفت. متاسفانه بارها گفتم اینا ما رو هی شق 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 کردن. روز اول چقدر خوشحال شدیم، گفتیم شدیم مثل این قصابی های تمیز هست، رون میخوای اون قسمت، سینه میخوای این قسمت، نمیدونم پاچه میخوای اون قسمت. حالا دیدیم بابا خیلی بده، تیکی تیکمون کردن. یه ساعت میریم تو فیسبوک، دوستامون تو توییترن، برمیگردیم تو توییتر، اونا رفتن لینکدین، میایم اونجا اونا رفتن اینستاگرام، میایم اونور رفتن واتساپ، اونور تلگرام، کلاب هاوس. وا ویلا که تو ایران چه خبر دوستان از این برنامه های مجانی، و اونا 100 پله از من و شما که خارج نشستیم واردتر و بهتر بلدن استفاده کنن. خب من برگردم این رو ببندم که بتونم با شما باشم. آقای جلیلی، قربون شکلت برم عزیزم، دوست نازنین، شما که میدونی من در موقع برنامه زنده بارها گفتم که شما لطف کنید پیام نذارید، قبلش پیام بذارید تو من بتونم پخش کنم. حالا امروز استثنان من پخش میکنم چون من نمیدونم شما چی گفتی. بفرمایید. سلام فرمید جان، صدا نداری؟ مرسی، ممنونم. صدا خوبه آقای شربی عزیز. مرسی، هم گفته صدا نداری هم بعد گفته صدا داری. این آقای شیرزاد جلیلی یکی از مردان نیک روزگاره، زحمتکش، کسی که واقعا سازمان مجاهدین باید حسرت بخوره که افرادی مثل ایشون رو از دست داد. خب آقای محمدی هم نوشته، مصطفی محمدی سلامت باشید، انشالله برنامه خوبی رو شروع کنید. خیلی ممنون، با کمک شما دوستان حتما این کار رو میکنید. اگه کسی به من یاد بده چجوری میشه به اصطلاح یک آگهی رو برای همه فرستاد، یعنی مثلا اولا اجازه بدید من از آقای فرهاد زمانیان استفاده کنم که به اصطلاح تشکر کنم که لطف کردن و این رو برای من فرستادن. برنامه امشب اینجا ایشون، من تا بهشون گفتم که امشب برنامه دارم، یعنی امروز در آمریکا، و ایشون متوجه شد که ساعت 2:30 شب هست، این رو درست کردن. برنامه امشب ساعت 2:30 به وقت تهران، قابل توجه بینندگان، و ممنون و متشکرم از ایشون. همیشه ما به اصطلاح لطف ایشون شامل حالمون شده و من تشکر میکنم. این آقای زمانیانم یک بیماری شد و کووید گرفت و اینها رفت و نجات پیدا کرد، از این بابت هم خیلی خوشحالیم. و من خدمت شما عرض کنم که 2 نفر از دوستانی که قرار بود با ما همکاری کنن و این بار مردم تیوی رو به اصطلاح با اون روش جدید که هیچ کسی بدی دیگران رو نگه، فقط خوبی خودش رو بگه، خوبی سازمان خودش رو بگه، خوبی به اصطلاح جنبش خودش رو بگه، و این بنده خدا هر دوشون کووید گرفتن و خوشبختانه، یعنی اول متاسفانه کووید گرفتن، خوشبختانه به خاطری که واکسن زده بودن
به اصطلاح خوب شدن بعد از چند روز، حالا دوران نقاهت رو میگذرونن. من فکر کنم از هفته آینده در آمریکا بوستر شماره 3، یعنی میشه دیگه حالا واکسن شماره 5، دو تا واکسن بوده، دو تا بوستر بوده، یه دونه دیگه شروع میشه از هفته آینده. به به آقای سوری عزیز و جوانی های شما در شیراز، کجا عکس ما رو در شیراز دیدی آقای سوری؟ یک تبریک هم باید به خانواده حمید آتابای گفت که حمید دیروز دیدم ویدیوشون رو، منم به ایشون تبریک میگم. شما لطف کن از قول من هم بهش تبریک بگو، هم دعوتش کن بیاد برنامه های ما رو هم ببینه. و ممنون و متشکرم آقای حمید یاوری، امیدوارم که همیشه حق یار و یاور شما باشه. خب امروز ما گفتیم حالا که شما قیافه پیرمرد خسته رو اینجا نمیبینید، بیان براتون چند تا عکس بذاریم. من بهتون گفتم این داور ویسه حالا مرد و بنده خدا رفت، ولی یکی از افرادی بود که در کار رادیو تلویزیون برای ایرانی ها نابغه بود. آخه نابغه هم نسبیه، این نابغه بود واقعا. اولین کسی که برنامه فروش قالی و اینها رو گذاشت و خلاصه اینجا میشه گفت من از سال 86 که اومدم آمریکا میتونم بگم از 88 89 دیگه میدونستم که ایشون تو کار رادیو اینها هست. حتی یادمه یه رادیویی هم برای مادرم من از ایشون خریدم اون موقع ها. خب بذارید من یه کاری کنم، این تصویر رو بذارم اینجا و اینو برای شما بیارم که گاهی وقتی براتون از این صد و خورده عکس گذاشتم بهتون نشون بدم. میدونید که هم در زبان فارسی هم در زبان انگلیسی میگن دیدن یک عکس گویاتر از هزار کلمه است. آمریکایی‌ها فکر کنم میگن a picture worth thousand word. این ورد دومیش کلمه است، اون ورد اولی ارزش داشتنه. ما ایرانی ها این تی اچ رو نمیتونیم بگیم، بعضی همون میگیم تی، بعضی همون همچین غلیظش میکنیم که میگیم سه، مثلا باتروم، یکی میگه باتروم، یکی میگه باتروم، یکی میگه باتروم. و مشکلی نیست تا اونجایی که شما طرف مقابلت بفهمه چیه. حتما از خودتون میپرسین این چیه. نوشته حساب شما برای یک ساعت بسته است. البته این یک ساعت الان یک ساعت آخرشه. 48 ساعت حساب بنده رو در فیسبوک بسته بودن، من در زندان بودم. خیلی خوب شده چون شکایاتی شد از فیسبوک که آقا شما حساب منو می‌بندی ببند، ولی چون من از این قسمت با دوستانم تماس میگیرم اون قسمت خصوصی رو شما نمیتونی ببندی، و چون در آمریکا قانون حکم فرما هست فیسبوک باخت. و من مثلا در چند روز گذشته با دوستان در تماس بودم. حالا ماجرا چیه؟ حتما شما هم خبر درگذشت آقای عباس معروفی رو شنیدید. والا من اصلا ایشون نمیشناختم چون اهل کتاب نیستم، ولی دیدید که تا یکی میمیره همه میگن آقا دوست من بود، همین دیروز با هم رفت مشروب مشروب بخوردیم. طرف میگه آقا یه سال تو بیمارستانه، سرطان حنجره داره. میگه مهم نیست، من یواشکی مشروب میبردم تو بیمارستان. خانمی به نام شکوه میرزادگی میشناسین که صحبت ها و بحث های درباره ایشون هست. ایشون یکی میگه زن نوری علاس، یکی میگه دوست دخترشه، به ما هرکی هرچی هست هست. ولی شایعاتی هست که اینا اونایی بودن که میخواستن رضا پهلوی رو که ولیعهد بوده در زمان نمیدونم قبل از انقلاب بدزدن و فلان. اینا یه سری میگن نه اینجوری نیست، داستان اون بوده. و اینا چون هیچ کدومشون شهامت و جرأت و راستگویی تو وجودشون نیست، هیچ وقت معلوم نشد. اون روز این خانم نوشته بود ایشون هم در تبعید مرد. ما یه جمله نوشتیم بابا کلمه تبعید رو برای تبعید استفاده کنید، مهاجرت رو برای مهاجرت. دوستان فقط شاه بیچاره نبود که شعبون بیمخ داشت،
ماها هم هممون یا شعبون بیمخهایی داریم یا خودمون شعبون بیمخهای دیگران هستیم. آقا چشمتون روز بد نبینه، ما تا به اسب شا گفتیم یابو، دیگران حمله کردن اینجور اونجور، خلاصه میدونید کلکل میکنی و اینها، بعدم حالا دیگه گنگپ میکنن با هم دیگه، گزارشت میکنن. فیسبوک هم آدم که نیست، اونجا ماشینه. اگر سه نفرمون با هم دیگه بریم آقای اکبری فوش داده، این آقای اکبری رو میندازن بیرون. حالا اکبری میگه بابا دوستی تام اینجوریه، به ما اینو میگه حالا مردم حمله کنن ما رو بکنن بیرون. خب اکبری من که یادم نمیره اون روزی که اون دوستمون تعریف کرد گفت این آقای سربی شیرازی گلی هست، آقای افشین آریانپور از ایران، آریانپور نه آریان پناه، شما گفتی آقا همه شیرازی ها خوبن، بابا حالا یکی هم اشتباه میکنه بذار یه دقیقه. من که همیشه گفتم من استثناء هستم، همه شیرازی ها خوبن، من یکی استثناءن بد هستم. در هر صورت آقای اکبری درست میگه، همه شیرازی ها خوبن، همه آدم ها خوبن. باور کنید انسان ها رو نمیشه جنرالایز کرد، عمومی بگیم اصفهانی ها اینجور، کرمانشاهی ها اونجور. من یادم سربازی رفتم کرمانشاه، گفتم بابا این که میگن کرمانشاهی ها همه پهلوانن، این که تو خیابون همه معتادن، این چه وضعیه؟ میدونید یعنی مثلا ما تو خیابونی میرفتیم که اینا معتاد بودن. حالا شما ممکنه یه خیابونی برید که همه لمبرگینی سوار میشن، نمیتونی بگی همه کرمانشاهی ها لمبرگینی داره. در اصل اینا متاسفانه تو همین آمریکا هم هست و چه باید کرد رو نمیدانم. و اما بیایم سراغ این، بالاخره ما یکی دو ساعت قبل از این برنامه برنامه‌مون آزاد شد. امروز من انقدر برای شما حرف و گفتنی و عکس دارم که باور کنید نمیدونم از کجا شروع کنم کجا تموم کنم. میگه تو شیراز مادرها رو شما نمیتونی از دخترها تشخیص بدی. ببینید اینجا من براتون می‌نویسم، این عکس‌ها رو ما نمی‌دونیم چیکار کنیم، یک عمودیه یک افقیه پیش رودیم رفت. تو شیراز شما نمیتونی مادرها رو از دخترها تشخیص بدی، تو اصفهان گداها رو از پولدارا، تو تهران دخترها رو از پسرها، تو دولت دزد رو از وزیر، توی مجلس خبرگان، خبرگان هم میگن مرده رو از زنده. خداییش خانواده هاشون نباید اجازه بدن اینها دیگه برن سر کار، هم خودشون گناه دارن هم ما. راست میگید، من درباره رادیو تلویزیون های ایرانی هم گفتم ما بعضی وقتا خانواده ها باید به طرف بگن آقا من یه فیلمی پر کردم، مصاحبه کردم با آقای ماسالی دوستان، بعد دیدم این زیر چشم راست من چقدر پف داره و خودم خجالت کشیدم. حالا دیدیم اون یکی دستش میلرزه، اون یکی پاش میلرزه، اون یکی صد تا سرفه میکنه. بابا نمیدونم، برید تو رادیو، برید یه جای دیگه. در هر صورت اینم این ماجرا، این چیزایی که من به شما نشون میدم حتما خیلی از شماها زودتر از من دیدید. امروز من یه خبری برای شما دارم به این صورت که یک دوستی ما داریم آقای مسعود کردار، سال هاست که من هی تو برنامه به ایشونم یه جورایی متلک میگم و فلان اینا که آقا نمیای نمیگی اینها، و امروز حدود ساعت 3 یعنی 47 دقیقه دیگه من یه زنگی به ایشون میزنم براتونم داستان تعریف میکنم. ایشون یکی از میشه گفت بنیادگذاران مؤسسان این انجمن پادشاهی بود که فولادوند یارگیری کرد و اون میگفت تو یار شماره یک هستی اینها. این آقای کردار میگفت من یار شماره صفر هستم. میدونید که اعداد از صفر شروع میشه و حقیقتا صفر ارزش زیادی داره. حالا بهتون میگم، شما اونی که میگی من هفتم لاکی نمبرم، یه صفر بذار جلوش میشه 70، دو تا بذار میشه 700، سه تا بذار میشه 7000. پس صفر عدد بی ارزشی نیست. در اصل این یار شماره صفر یا دو صفر انجمن پادشاهی بود و یک طرحی ایشون گویا داشته که حالا ما قرارمون بر این بود که وقتی ویدیوی ایشون به دست من رسید
که قرار هست 7 سپتامبر برسه یا تا 9 سپتامبر، من ویدیو رو نگاه کنم، خودم اول به نظر خودم عیب و ایرادا رو بگیرم. ایشون هم چه قشنگ توضیح داد، گفت سوربی خودت رو ببر 20 سال پیش، اون موقع شور و حال و جوانتر بودن و اینها، و با اون موقع در نظر بگیر. گفتم چشم. بعد قرار شد ما کامپیوترامون رو وصل کنیم، ویدیو رو بکشیم اینجور و اینجور، دو تا پیرمرد، یه پیرمرد اینور یه پیرمرد اونور. بعد آقای تردال گفت آقا ولش کن من پستش میکنم و اینها، بگذریم. آقای مختار نگران نباش، شما تنها نیستی، ولی گیو اپ نکنید، نبرید، برید یه جوری دیگه یاد بگیرید، یه کار دیگه انجام بدید. برگردیم ساعت 3 با آقای که میشه 12 ظهر اونها، با آقای مسعود کردار خواهیم بود. مسعود کردار صفحه‌های فکر کنم 1-2 تا اگه بیشتر نه توی فیسبوک صفحه داره، و یه دو بارم تلفنی من باشون صحبت کردم. امیدوارم به زودی بتونیم با ایشون از طریق اسکایپ یا فیسبوک یا زوم به صورت تصویری صحبت کنیم. دوستان اگه میخواین کسی اینترنتی مزاحمتون نشه، کلاتون رو ور نداره، حالا چه از لحاظ قول قرار ازدواج و زن شوهر و خرید فروش و معاملات، به طرف بگید من میخوام با تو با اسکایپ صحبت کنم. یک ویدیویی رو یه دوستی گذاشته بود، این ویدیوهای اینجوری یا اکبری میذاره یا آتیلا آریا، دمشون گرم، خیلی قشنگ بود. گو حالا فهمیدین چرا هی میگی من عکس تمام قدتو میخوام؟ یه خانمی رو نشون میداد، والا نمیدونم اینو درست کرده بودن، صورتی بسیار زیبا، وای دور از جونتون، بدنش که نشون میداد، بدنش که یعنی اندامش تو لباس، خدا نصیب هیچ کس نکنه، اینا زانو درد میگیرن از چاقی. بگذاریم، امروز من یک نوشته ای رو از آقای پرویز رضایی دیدم که این مال 1-2 هفته پیش بود. بعد یه نوشته جدیدتری گذاشتن که راجع به ساختمان متروپول هست. یه شانسی هم آوردم با ایشون یک کلکل نوشتاری داشتم و خیلی از این بابت خوشحالم، چون ایشون هم قبلا معلم بوده، حالا مثل که وکیل هستن، اون موقع معلم بودن، حالا یا سپاهی بودن یا جوان بودن معلم بودن، بعدن که دیدن پول معلمی به درد شون نمیخوره رفتن وکیل شد، در اصل ایشون وکیل. ایشون نوشته چند روز پیش آقا و خانمی تشریف آوردن دفتر، قبلا خانم برای هماهنگی مراجعه کرده بود و خواسته بود تا سندی تنظیم کنم و همسر ایشان تعهد بدهد که من بعد نسبت به ایشان خیانت نکند، شرب خمر نداشته باشد، و بعید می دانستم شوهر این خانم حاضر باشد چنین سند سفت و سختی که متضمن اقرار به خیانت و چند نقطه است امضا کند. اما خانم اصرار داشت که حتما اون این تعهد را خواهد داد، و عجیبتر این که شخص مورد نظر که بسیار هم شوخ و شنگ به نظر می رسید، در کمال صحت و سلامت و میل و رغبت و چند تا نقطه در دفترخانه حاضر شد و تعهد داد. بعد از چند روز این آقا زنگ زده میگه آقا اون سند ما رو خانم امضا نکرد، اشکال نداره؟ میگم آقا شما تعهد دادی که این کارا رو نکنی، خانم چرا امضا کنه؟ برگشته میگه میخواستم بپرسم حالا نمیشه اون تعهد رو باطل کرد؟ ببینید چه خبره دوستان در ایران. اینم نوشته ای بابا. خب میگه که آقای مرادی میگه آقای مرادی اگه شما کرد باشی، سنندجی باشی، یه جورایی فامیل ما میشی، فامیل سببی و نسبی، ما آخرش نفهمیدیم چیه، یعنی از طریق ازدواج فامیلای ما با خانواده مرادی، و اونها هم آدمای بسیار خوبی هستن. خلاصه قرار شده امسال سال خوبان باشه. دیروز آقای مهدی تبریزی یه برنامه گذاشته بود، شب شریفان، شب خوبان، شب پاکان، گفتیم امیدواریم که اینجوری باشه. خب یک برگشتی داشته باشیم و بریم عکس، بعضی ها میگه ما بریم یه تنفسی بگیریم و بیان، یعنی اون وقت حالا نفس نمیکشیدن، خب این نفس نکشی که خفه میشی میمیری.
حالا به جایی که بگن یه استراحت کوتاه، میگه ما بریم یه تنفسی بگیریم و بیایم. یعنی با شما که هستن این خانم ها و آقایان نفس نمیکشن. دوستان بذارید ببینیم این تصویر ما میاد اینجا یا نه. بله آمد. من همیشه وقتی بچه بودم، جوون بودم، میرفتم حموم، اینایی که میمدن ماساژ میگرفتن، براشون چای میآوردن، بعد میمد سر بینه براش نمیدونم اسو یا فانتا باز میکرد، ما میگفتیم خدای یه روز ما پولدار بشیم بتونیم ما هم یه ماساژی بگیریم. و هیچ وقت نشد، این فرصت توی ایران پیش نیومد. ولی شما باورت میشه همین جایی که ما هستیم مراکشی ها حمام درست کردن، 100 دلار ازت میگیرن. همین جایی که ما هستیم یا تو ترکیه که رفتم حمام اصلا به اسم حمامم هست، یا اینجا کره‌ای ها حمام دارن. در اصل من این عکس رو هم بهتون نشون میدم، نوشته بود که اون به روش جدید قدیمه، خیلی هم جدی رفته داره اون سرشونه طرف شده، این به روش جدید داره این خانم رو ماساژ میده. نظر شما راجع به ماساژ و اینکه یه نفر دیگه شما رو تاچ کنه، لمس کنه و خون بدن شما رو به گردش بیاره چیه؟ این چاینیزا و اینها خیلی تو کار ماساژ و اینها هستن و خیلی باور دارن و اگه نگاه کنید ببینید 100 سالشه، ماشاءالله مثل 60 70 ساله، شاید هم جوانتر، تون توندم راه میرن، ریز و تون. خب میگه سلام آقا، اومدم تو انبارید واسه دزدی، دیدم شراب انداختی، 2 لیوان خوردم، چیز دیگه ای بر نداشتم، نمک گیرت شدم، قفل رو شکستم، حلالم کن. یادم میاد سالها پیش این آقای عارف خواننده تعریف میکرد توی یکی از برنامه‌های تلویزیونی که نمیدونم گفت بی ام و داشتم چی داشتم، خلاصه گفت که یه روز صبح رفتم دیدم در ماشینم بازه، در داشبورد ماشینم هم بازه، یه نفر نامه گذاشته که آقای عارف من اومدم ماشین تو بدزدم، وقتی نگاه کردم دیدم ماشین مال شماست، فقط من نوارای خودتو بردم و منو ببخش. اینم این ماجرا. آقای فرهاد زمانیان، کاکو جون خیلی ممنون، تشکر کردم ازت بابت اون پوستری که ساختی و حالا اگه نبودی الان میگم. ضمناً میگه با سپاس بیکران که ما را به بزرگان خودتان نسبت میدهید. آقا من تعارف بلد نیستم، ممنونم از شما آقای مرادی. خب آقای زمانیان میگه در مورد جدایی تتلو و سحر قریشی هم بگو، وضع ما خیلی خرابه. حالا من از شما یه سوالی میکنم، یعنی واقعا شما فکر میکردید اینا با هم بمونن؟ خود اون خانمه رو نگاه کنید چه وضعیتی داشته، چه جوری خودش رو در به در کرده، بعد با کی خودش رو هم خونه و هم سفره کرده، بعد چه جوری اون اصلا دیوونه خونه است. آقا به خدا اگه من و شما در مورد اینا صحبت نکنیم بهتره، به خود اونا هم کمک کردیم. یه نوشته دیگه از آقای پرویز رضایی بخونیم که ایشون خیلی هم قشنگ مینویسه. آقای رضایی اگه برنامه رو میبینی چه حالا چه بعد، بهت تبریک میگم. بذارید من دوستان این کامرای دور رو روشن کنم و نوشته ایشون رو شما ببینید، شاهد باشید. آقای پرویز رضایی میگه ساعت ده شب بود، گوشی موبایل زنگ زد، شماره خط آشنا نبود و صدای لرزان زنی از پشت تلفن به سختی شنیده میشد. مرتب از این که خارج از وقت اداری و این موقع از شب تماس گرفته عذرخواهی میکرد. من نمیدونم شما گوشی موبایلتون رو میدید به ارباب رجوع؟ البته الان بعضیا اصلا دیگه شماره تلفن دفتر و خونه و اینا ندارن، همش یه تلفنه. ولی من پیشنهاد میکنم دوستان مثلا از 9 شب تا 7 صبح تلفنتون رو فقط ست کنید برای فامیل آشنای درجه 1. به همین خاطر هر کی به من میگه شما تا چه ساعتی بیداری، من میگم شما 24 ساعت میتونی زنگ بزنی، تلفن من از شادم از 9 شب تا 7 صبح فقط پیغام میگیره، فقط تکس میگیره
به منم خبر نمیده. صبح که بلند میشم قشنگ میگه دینگ 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 دینگ، مثل یه منشی خوب کارش انجام میده. خلاصه این خانم ساعت 10 شب زنگ زده، عذرخواهی کرده. گرچه تو ایران آقای رضایی من شنیدم تازه ساعت 10 ملت میان میشینن به کاراشون میرسن، 11 میرن بیرون شام میخورن. یکی دو روزی بود که منتظر تماس این خانم بوده و یکی از دوستان خواسته بود تا حد مقدور کمکش کنم. گفته بود خانواده این زن، یعنی همسر و سه فرزندش، همگی در فرو ریختن ساختمان متروپول آبادان کشته شدند و او از بد حادثه تنها بازمانده این خانواده است. اولا ما بالاخره نفهمیدیم چند نفر کشته شدن. اینجوری که شما میگی آقای رضایی یا این خانم میگه 4 نفرش فقط متعلق به این بوده. ولی در همین آمریکا دوستان وقتی اون سپتامبر 11 سپتامبر اتفاق افتاد، خیلی ها رفتن اسم نوشتن که داداش من مرده، برادر اون مرده، خواهر اون مرده. بعدا معلوم شد اینا دروغ گفتن و قاطعاً اسم بنویسن که اسمشون تو لیست باشه، بعدا اگر حقوقی قائل میشن اینا برن بگیرن. البته داستانهای زیادی هم بود که زنه زنگ زده بود به دفتر کار یا تلفن همسرش که عزیزم کجایی؟ گفته بود من دفتر کارم هستم. بعد گفته بود فلان فلان شده دفتر کارت که الان با هواپیما منفجر شد. معلوم شد خونه دوست دخترش بوده. حالا دیگه اون موقع صبح ساعت 8 صبح طرف رفته خونه دوست دخترش، دیگه بمانه. زن تعریف میکنه، زن گفت همه زندگی من در این حادثه نابود شده و امروز برادران و خواهران همسر مرحومم مدعی اموال آنها هستند. تا کنون با 2 وکیل دادگستری در این مورد صحبت کردم، اما هر کدام نظر مخالف دیگری داشتن. خب 2 تا نظر بوده، برو سومی معلوم میشه. اینجا میگن second opinion. بعد وقتی دوتاشون 2 تا نظر مختلف میدن، شما میری third opinion، نظر سوم، همیشه 2-1 میری با اونی که درست میگه. من تنها وارث خانواده هستم. نظرش درست برخلاف بود. آقا یعنی امروز اموال خانواده من بین عموها و عماها و بچه های من تقسیم می شود؟ ببخشید آقا، یعنی امروز اموال خانواده من بین عموها و بچه ها عماهای بچه های من تقسیم می شود؟ بله، چون شما گفتید بچه ها فوت شد. به خانم توضیح دادم این بر حسب یا حسب شرع و قانون نظر هیچ کدام از وکلا در محل خود اشتباه نیست. یعنی هم او که به اعتبار فوت چند نفر که تقدم و تأخر فوت هیچ کدام از آنها معلوم نیست، نظر به عدم توارث بین آنها داده که در نتیجه خانواده همسر شما یعنی عموها و عمهای بچه ها وارث اموال خواهند شد، و هم همکار ایشان که در چنین مواردی قائل به توارث یعنی ارث بردن اشخاص فوت شده از یک دیگر است که نتیجه آن تعلق اموال شوهر و فرزندانشان است. فرزندان هم به شماست. زن که به نظر گیج شده بود پرسید چطور می شود که همه آنها ارث ببرند و هم نبرند، مگر می شود؟ به خانم توضیح دادم یکی از وکلا که طرف مشورت شما بوده فقط لا اله را گفته و وکیل دیگر که با او مشورت کردین اله الله را هم منظور کرده، در هر صورت به استناد ماده این و این و این. من دوستان برام این مهم بود که مهم نیست حاکم شاه باشه، آخوند باشه، سرهنگ باشه، ارتشی باشه، دیکتاتور باشه، مهم اینه که من و شمای ملت هم خودمون به خودمون ظلم میکنیم. بعد میرسه به اونجایی که میگن هر ملتی لیاقت حکومتی رو داره یا لیاقت حاکمانی رو داره که بهشون حکومت میکنن. در صورت امیدوارم این آقای رضایی هم در برنامه های ما سهمی داشته باشه و بیاد همین جریانات رو برای من و شما تعریف کنه. دوستانی که هی این ورانور زور بی خود میزنن که آقا رضا شاه اینجوری بود، شاه اونجوری بود، دوستان ما بارها این رو در سالهای مختلف نشون دادیم. ببینید به علت تصادفه، حالا همزمانی هم نه، تصادف شده، به علت تصادف
با ایام سوگواری. ببینید این روزنامه مون بوده ها، اصلا درسته حالا مصادف شدن می نویسم ولی تصادف نمی نویسم. از امشب تعطیل است. بعدم ساعت برنامه ها رو نگاه کنید دوستان، ساعت 5:30 تلاوت، نمیدونم بعدش اشعار مذهبی، بعدش نیایش، بعدش دعایی از صحیفه سجادی، بعدش اذان مغرب، ساعت 7:30 فیلم مستند سخنرانی مذهبی، سخنرانی مذهبی ساعت 9:45، بعد از روز یک شنبه 16 آبان ماه تا ساعت 20 روز جمعه 21 آبان ماه برنامه دوم تلویزیون ملی ایران و تلویزیون آمریکا قطع می شود، قطع می شود و برنامه اول و همچنین فرستنده مراکز استانها به مناسبت شهادت امیر المؤمنین علی علیه السلام و برگزاری ایام سوگواری ماه مبارک رمضان برنامه های مذهبی ارائه خواهند کرد. دوستان بیچاره خود این رضا پهلوی میگه اگر حکومت پادشاهی پدر من اشکالی نداشت که به اینجا نمیرسید، به اینجا ختم نمیشد. ولی مگر طرفداران اینها اینو میشنوند یا گوش شنوا دارن یا منطق دارن؟ دوستان این عکس رو نگاه کنید، بهتون گفتم من امروز بیش از 105 تا عکس بهتون نشون میدم تا جایی که وقت اجازه بده. نگاه کنید 4 تا دختر جوون بالا لخت پایین نیمه لخت نشستن، بغلشون اون آخر نگاه کنید اون آقام جوونه ها، سرش تو کتابه، اون دایره و فلش که کشیده. بذارید تک تک بهتون نشون بدم، شاید اینجوری بهتر باشه. نگاه کنید دوستان، این یه عکسه، آقای رو نگاه کنید دستش گذاشته این و که حتی حواسش به اینا نباشه. کتابه رو میبینید شما؟ اینجا کتاب رو میبینید؟ این کتابشه، اینم کلشه، اینم دستشه. این 4 تا هم دارن راحت با هم صحبت میکنن، هیچ کس مزاحم اون یکی نمیشه. البته همین جایی که من نشستم دیروز 2-3 تا زن گم شدن، 2-3 تای دیگر رو میخواستن قاپ نه چی میگن بدزدن ببرن و فلان اینا. آقای زمانیان هم ازدواج آقای شکری یا شکری رو، فامیلی اصلی ایشون شکری از دوستان، حالا یا شغل پدری و اینا اینجوری بوده تو کار شکر و اینا بودن، ولی دیدم بعض جاها می نویسن شکری. ما بیشتر با این نوشته با شکری بزرگ شدیم. حالا نگاه کنید دوستان، یه زنی که از نوک سرش پوشیده تا مچ پاش، ببینه این 4 تا چجوری نشستن دارن نگاه میکنن. حالا سنارم نگاه کنید، از این پیرمرد گرفته تا این جوونتر میانسال تا اینم جوون جوون. من نمیفهمم بابا، هر چیزی رو ممنوع کنن بدتر میشه. خدا گفت سیب نخورین، سیب خوردن، نمیدونم از بهشت اومدن بیرون. حالا شما چرا میخواین دوباره چیزایی رو که آزمایش پس دادن آزمایش کنید؟ من نمیدونم. به امید یه روزی که اینها هم بفهمن و آدم بشن. یه آخوندی جدیدن اومده به نام توحیدی که شنیدم ایشون استرالیا هست و توی فرشگردم عضو و تلویزیون من و تو هم جمعه 18 هم میخواد باهاش یه مصاحبه داشته باشه و این دیگه خیلی عالیه. یعنی به من و شما میگن اوکی این آخونده رو دوست ندارید بفرما، این بچه هست گول میزنن، شما دوتا آب نبات میگیری تو دست، دار آب نبات رو با آخون مقایسه کنیم خیلی اشتباهه، میگی اینو نمیخوای اینو میدی دوباره اون همونه. حالا این آخوند جوون ریشتراشیده و نمیدونم بند انداخته و همه رو میارن، خیلی هم این برور میره، یکی هم نیست بگه این از کجا پول در میاره. بله ببینیم حالا چه خواهد شد. میگه که براتون بخونم، این نمیدونم عکس شماره چنده. تو دبیرستان یه معلم داشتم، خیلی خانم دوست داشتنی بود، همیشه میگفت یه تسبیح بگیرید دستتون، به جای ذکر گفتن روزی 100 مرتبه با خودتون تکرار کنید، به من چه به تو چه. یادتونه؟ گفت میاد نمیاد، میاد نمیده میده نمیده، به من چه به تو چه، که یاد بگیرید تو زندگی کسی دخالت نکنید
و اجازه ندید کسی تو زندگیتون دخالت کنه. این یکی از بهترین ذکرهاست. البته فلسفه به وجود آمدن تسبیح رو یه چیزایی دیگه هم میگن. این مردا خیلی با خودشون بازی میکردن که هنوز هم خیلی ها هستن همینجوری وقتی وایسادن با ازاموندهشون بازی میکنن، گویا میگن تسبیح رو برای اونها درست کردن که به جای با بال خودشون بازی کنن با این گردالوهای ریزه تر بازی کنن. میگه هوا اونقدر گرمه که میتونم الان دیگه ادعا کنم آدم پخته ای شدم. دیدیست ما داریم تو فارسی، البته خیام هم میگه خام بودم پخته شدم سوختم. خب آقای غلامرضایی هم اینجا، شاهین خان عزیز، شاهین تو که فایر تیوی داری یا نتونستی امتحان کنی؟ دوستان بهتون گفتم که تلویزیون مردم میتونید روی به اصطلاح روکو ببینید، البته هنوز به صورت زنده اونجا نمیتونم برنامه پخش کنم و شاید مثلا از یکی دو هفته آینده این کار انجام بدم که اونجا همزمان زنده باشه، ولی اونجا رو الان به عنوان ویدیو آن دیمند VOD استفاده میکنیم، یعنی به عنوان یک کتابخونه. حسنش اینه که اونو از طریق تلویزیونتون تو اتاق خواب، تو اتاق فامیلی روم، تو اتاق نشیمن. ما آخه کلمه نشیمن رو ما نفهمیدیم یعنی چی تو ایران. اینجا میگن فامیلی روم، اونجا میگفتن نشیمن. بله میتونید تماشا کنید. اینم یه عکسیه که من این آقا رو نمیشناسم ولی خب بدم نیست راجبش صحبت کنیم. میگه کفش هایم هدیه قدیمی بود، واکنش میر سلیم به انتقادهای مردم از او برای پوشیدن کفش آمریکایی. گویا این آقا یک کاره هست، چه قیافه ای هم داره، و گفته نه این کفش کادو بود و این به اصطلاح قدیمی بوده، منم مجبور شدم بپوشمش. خب میدادش به یکی بره، آره بعد از اینکه آبرو تو اینجوری برده. و اما ببخش میگه که اینا اندازه این عکس ها چون فرق میکنه، ما هی باید اینا رو بالا و پایین کنیم. اگر تلویزیون ما مثل قدیم بود که 14 نفر، بله اینم نوه گل من، هی بابا در ببندی، اوکی تانکیو مرسی. بله نوه اون آمد در بس که نه ما مزاحم اون باشیم نه اون مزاحم اون. این بچه ها بزرگ میشن، آدم بزرگ شدنشون رو میبینه، لذت میبره، از طرفی هم یه کمی آه میکشیم که اینا دیگه فردا به ما محل نمیذارن، اینا میرن دنبال زندگی خودشون. آقد میپرسه عروس خانم شما شاغلی؟ عروس خانم میگه بله حاج آقا. خب ببینید مثلا ما همچین چیزی ندیدیم یا من ندیدم. کجا آقدا میپرسیدن از خانما که شاغلید یا نه؟ شاید الان رس شده، نمیدونم. من 45 سال پیش ازدواج کردم. آقد میفرماید، آقد میگه میشه بفرمایید به چه شغلی مشغولید؟ عروس خانم میگه معلمم. آقد میگه تبارک الله عروس خانم، معلمی شغل انبیاست. خب عروس خانم معلم چی هستین؟ عروس خانم میگه معلم رقص. و عاقلم دیگه خودشو میزنه به چرا وقتا میگفتن کوچه علی چپ. اینم از این ماجرا. و این عکس رو هم ببینید، واقعا بعضی از خانمای ایرانی اینجوری آشپزی میکنن، از اولی که وسایل رو میارن تو آشپزخونه وای میسن تا آخرش. حالا این خوبه باید پتو لاف و بالش رو برده اونجا داره هم میزنه. مثلا این پختن سمنو رو شما دیدی؟ یه چیزی از نمیدونم آب گندم، شیره گندم، از شب تا صبح وای میسن هم میزنن که نزدشون ادا بشه. خب حالا من تو آلمان که بودم یه معلمی داشتم، این خانمه ایلین مکگاون مال پنسیلوانیا بود و آمریکایی بود، تو پادگان آمریکایی‌ها کار میکرد، مجانی هم به ما درس میداد. خیلی خانم مهربونی بود، هم شام میپخت هم به دوستاش که دعوت میکرد اونجا به ما گفت بیان بشینید ورق بازی کنید، اینجوری بهتر یاد میگیرید، کلمات مردمی رو یاد میگیرید. خلاصه این عکس نوشته موقع آشپزی. این خانمه یادمه، من وقتی میرفتم خب بوی خوراک میومد ولی هیچ وقت نمیدیدم این داشته باشه چیزی بپزه.
بعدم یه دم میگم خوراک حاضره. اینا خیلی از آون استفاده میکنن و میگفت من فقط خوراکایی میپزم که توی 30 دقیقه یا 1 ساعت حاضر بشه و فقط هم یه ظرف لازم داشته باشه. دیدید بعضی از آشپزا وقتی آشپزی میکنن بعد که آشپزی تموم میشه همش شده یه قابلمه، ولی 20 تا ظرف قبلش کثیف شده، بعدم 2 روز بعدش با ظرف بشونن و مصیبتی است کبرا. شما آشپزی بلدید یا نه؟ من که هیچی بلد نیستم. تخمر بلدم بپزم، سوسیس بلدم بپزم. میگه آقای زمانیان، میگه میر سلیم بعد از انقلاب سرپرست شهربانی بود و کاندید نخست وزیری از طرف بنی سعد، ولی رجایی یا رجایی انتخاب شد. رجایی رو آقای بنی سعد گفت بهش غالب کردن، اون نمیخواسته. حالا انتخاب چیست به چه صورته من نمیدونم. این عکس هم بذارید من ببینم چجوری من میتونم یه عکسار، آها حالا یکم کوچیکتر شد، بهتر شد. میگم من یه چند هفته کار نکردم با این کامپیوتر و اینها، خیلی برام مشکل بود، اصلا قابل قبول نبود که اینجوری آدم یادش میره چیزا. ممنونم آقای زمانیان عزیز. و این حتما شما هم گاهی یه وقت دارین با ماشین کار میکنین، مجبورین چراغ قوه رو بعضیا میکنن تو دهنشون، بعضیا میگیرن زیر بغلشون، بعضیا میگیرن بین گردنشون و سرشون، و الان که دیگه چراغ قوه ساختن توی پیشونیتون شما با کش میبندی. خب خانوما هم میخوان کار خونه انجام بدن، این بنده خدا مجبوره موزا رو گذاشته اونجا، شیر بچه رو یه جوری گذاشته که اونم چی بخوره. البته این یه اشکالی داره، این موزا فشار میاره به شکم این، این فکر میکنه سیره و نمیخوره. ولی از این عکسای اینجوری زیاد هست. حتی یه عکسی بود که تو ایل قشقایی یک ماشی رازی ها به ننو میگیم ننی ساخته بود طرف، که بچه وقتی هم جیش میکنه ادرار میکنه قشنگ لوله کشی کرده بودن خودش بریزه کنار اونجا خیس نشه. خب حتما شما هم وقتی فروشگاه میرین یک کمی قبطه میخورین که بابا این چرا همه این چیزا برای آدم های خوشندامه و هیچ که به فکر ماها نیست که پیر شدیم چاق شدیم. بفرمان از این فروشگاه خرید کنی، این برای آدم هایی که شلوارشون رو دیگه روی شکمشون نمیبندن، زیر شکمشون میبندن. یکی از دوستان من گفت الحمدلله من چند سال شمارم همین 36ه، منظوری 36 اینچ بود. گفتم بله، ولی اون وقتا شلوار رو روی نافت میبستی، الان شلوار هر جا دلش خواست میره و روی قنبلت اگه وایسه یا بره پایین. وای 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 که چند سال این شلوارهایی که بچه ها میپوشیدن و داشت از قنبلشون میافتاد و اینها. یه فیلمی اتفاقا هست که تو دادگاه قاضی به پسره میگه شلوار تو بکش بالا، و پسره شلوارشو نمیکشه بالا، 7 روز بهش زندان میدن. اینجا یه چیزی دارن کانتمپت فکر کنم، یه چیزی میگن وقتی میری دادگاه اگر به اصطلاح سرپیچی از صحبت دادگاه و اینا باشه بعض وقتا تا 1 سال هم میتونه بندازد زندان، 180 روز نمیدونم 1 سال فلان اینها. و مواظب باشید اونجا که میرید، خیلی آروم باشید. اولا امیدوارم سرکارتون به اونجا نرسه. دوستان شما هم مثل این آقا چشم دلتون پاکه، حتی روز عروسیش با همسرش داره میره، برگشته نگاه میکنه به اون خانم که این سیاپوستام که ماشاءالله از لحاظ کپل و نمیدونم اینها. خب میدونی چند تا عکس بهتون تعال نشوندم؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 تا عکس. بدم نیست، ساعتم 2:44، 16 دقیقه دیگه میریم سراغ آقای مسعود کردار. و اینم باز عکس از ایران. یه دوستی میگفت ماجرای ایران رو من نفهمیدم، از این ور میگن همه گوشنه همه بدبخت، از اون ور میبینیم طرف برای یه کنسرتی بلند میشه میره ترکیه، میره دبی، که من و شما کنسرت تو شهرهای خودمونم نمیتونیم بریم.
بزرگترین کیک جهان برای عراق، جستجوی نان در منابع زباله برای ایران. کلمایی می نویستن، وای وای وای، اینایی که میخوان با قاشق چنگال صحبت کنن، منابع، حالا در ظروف زباله، در سطل زباله، I don't know. خب این از این. بیاین بعدیش بینیم چیه. من امروز گفتم وقتی که دیدم بهتره با تصویر نیام سراغتون، گفتم بهتره با عکس بیام. ما داشتم اینو میگفتم، داور وقتی که از بس بد اخلاقی کرد و به اصطلاح 22 تا مجری که اونجا بودن ازش گریزان شدند و رفتن، خودش موند و حوزش، مجبور شد برنامه بذاره. اونایی که داور رو نمیشناسن شاید ندونن داور لکنت زبان داشت و اصلا گیر میافتاد تو کلمات. همین آقای جو بایدن هم لکنت زبان داره و خیلی از ایرانی هم هستن در بچگی لکنت زبان دارن، بعد رفع میشه. ولی داور وقتی من باهاش آشنا شدم سال مثلا 1000 رو که باهاش کار کردم، سال 2001 بود، به خوبی اصلا معلوم بود لکنت زبان داره. بعدم یه جایی اصلا گیر میکنه، میگه حالا دیگه ولش کن، اینجوری بود. این اومد دید جلو تلویزیون نمیتونه باشه، چون یه عادت بدی هم که داشت، حمام نمیرفت، دیر به دیر حمام میرفت، مثل بچه مدرسه های ایران هفته یه بارم به زور. خلاصه حالا مرده و رفته، نمیدونم، میگن پشت سر مرده بد نگیم، ولی ما داریم خوبیشو میگه. این یه کاری انجام داد، برنامه رادیو، برنامه تلویزیونیشو کرد رادیوی تصویری و خیلی هم خوششون اومد، کاریکاتور میکشیدن براش، میفرستادن اینا. من امروز دیدم تو این فیسبوک که ماشاءالله همه دست به عکس گذاشتن و ایناشون خوبه، گفتم از عکسایی که دوستان میذارن ما استفاده کنیم، یا شاید هم سوء استفاده کنیم. ممکنه برای بعضیاتون تکراری باشه، ولی قبول کنید بعضیا ندیدن و بشینید منتظر اونایی که شما هم ندیدید تا حالا بیاد ببینید. میگه محققان دریافتن زنانی که میگویند فرزندشان را بیشتر از شوهرشان دوست دارند، همگی دروغ میگویند، زیرا زنها میتوانند فرزندشان را یک روز تمام پیش زن همسایه بگذارند، ولی حاضر نیستند شوهرشان را حتی یک دقیقه هم پیش زن همسایه تنها بگذارند. امروز درباره آقای نوریزاده یه چند نفر چیزایی نوشته بودن، چون نوریزاده یکی از اونایی بود که میدونید اوایل انقلاب نوشتارش، اون کارهایی که کرد بالای مدرسه، نمیدونم چی فلان اینا، شاهد عینی اون اعداما بودن و اینها، یه کمی هنوز بحث و گفتگو دور برشه. ولی بعضیا باور دارن که انسان هر 7 سالی تمام سلولای بدنش عوض میشه. دوستان باورتون میشه؟ حتی سلول قلب شما عوض میشه. هر 7 سالی شما یک دونه سلولی که قبل از این 7 سال تو بدنتون باشه نیست. فقط این پوست نیست که همون میری چرک میشه، ناخون نیست که دراز میشه، مو نیست که میریزه، حتی قلبتون سلولش عوض میشه. یه نفر نوشته بود بله، انسان که جامد نیست، سنگ نیست که عوض نشه. ضمن اینکه همون جامد و سنگ و اینا هم عوض میشه، با حرارت عوض میشه، سنگ با آب بارون عوض میشه. بگذاریم دیگه، دوستان می نویسن، ما هم تحمل میکنیم. برای این آقا نوشتم، ببین سالها پیش این آقای دکتر کاظم رنجبر در تلویزیون مردم برنامه داشت و من خیلی چیزا از ایشون یاد گرفتم. یکی این بود که ما به همه به اشتباه میگیم مهم نیست کی گفته، مهم اینه که چی گفته. این کاملا غلط. یکی دیگه‌اش این بود که آدم‌ها عوض میشن، به امروزشون نگاه کنید، چیکار به دیروزشون دارید. برای این آقا نوشتم، اسمش هم پیروز بود، نوشتم آقا پیروز. من اینجا نوشتم که هم کلکل نشه، هم دوستان مثل خانم شکوفه چه شکوه میرزادگی شعبون میمخبازی در نیارن، گزارش نکنن. و من از شما یه سوالی دارم، شما اگه بچه کوچولو داشته باشی، یا حالا سن بزرگتر باشه، نوه کوچولویی داشته باشی، یه نفر که بچه‌ها رو آزار میداده، چه جنسی چه همین جوری، بالاخره میزدتشون اینا، رفته هم زندان، حالا برگشته میگه من آدم خوبیم، امروز میگه مردم من آدم خوبیم، شما بچه یا نوتو میدی دستش 2 ساعت بری و بیای؟ منتظر جوابشون هستم، نظر شما چیه؟ اون یکی دیگه ای که دوستان معروف شده که مهم نیست کی میگه، مهم اینه که چی میگن. خب
اتفاقا مهمه که کی چی میگه، چون ممکنه همون آقایی که به بچه ها تجاوز میکنه، همون خانمی که بچه ها رو داغ میکنه، سوزن بهشون میزنه، قرص خواب بهشون میده، اون بیاد به شما بگه من آدم بسیار خوبیم. پس نمیشه صرفا به این دلیل که میگه من آدم بسیار خوبی هستم شما باورش کنی. نگاه میکنی ببینی کی داره این حرف رو میزنه. این حرف رو برای افشین نوشتم در ایران. این افشینم موجودیست عجیب. میدونی ما همه انسانها جانور دوپای عجیبی هستیم. از این ور میگه من سیاسی نیستم، من فرهنگیم. از اون ور یه چیزایی مینویسه که والا ما تو آمریکا اگه اینا رو بگیم چوب تو آسینمون، که هیچ، چوب تو آسینمون میکنن. اوکی، بریم یه نوشته دیگه ببینیم این چی میگه. هر کدوم از این عکس ها یه اندازه ای. ای کاش فیسبوک و اینا همه رو بیان. البته حسن فیسبوک اینه که اتفاقا به من و شما نمیگه عکس ها رو چه اندازه ای کن، هر عکسی بذاری خودش درستش میکنه. میگن دوستان آماری که گرفتن، این آمار هم که می‌نویسن، امروز دیدم خانم نورشید نوشته بود که این آمار ارقامایی که تو فیسبوک و این ور اون ور میذارن بهشون اطمینان نکنین، ایشون کاملا درست میگه. پدر ایشون هم فوت شده، من بهشون تسلیت میگم. خانم ستاره هم که هم شاعر هستن هم به اصطلاح هنرمند هستن، خواننده هستن، ایشون هم پدرش فوت شد و من دیدم که خیلی ایشون متاثر شده. ما باید دوستان تلاش کنیم زندگی فامیلمون رو جشن بگیریم، مردنشون رو خیلی ماتم و غم و نمیدونم زانو در بغل کمکی نمیکنه، ولی زندگی اونها رو جشن بگیریم. مثلا پدر خانم ستاره توی شیراز، ایشون استاد معلم زبان انگلیسی بوده، بعد کار اون تایپ و نوشتاری و اینها. بعد بالاخره هر کدوم از ما به یه سنی که میرسیم، دوستان شما اگه برگردی به زمان کوروش و داریوش و اینا، میان سال سن 25 سال بوده، بعد همینجور میاد بالا 30 سال، 40 سال، 45 سال، تا الان 70ه، به زودی میشه 75. ولی بشر دنبالیه که خودش رو زنده نگه داره برای همیشه. ولی واقعا شما میخواین برای همیشه زنده باشید؟ من عکس یک زن هندی 150 ساله رو دیدم، گفتم والا من اگه این بودم با سر خودم میداختم تو آب خفه بشم برم. بگذاریم. میگن میگرن 60% خانم ها دارن، 40% آقایون. پوکی استخوان 90% خانم ها، 10% آقایون. بیماری های عصبی 90% خانم ها، 10% آقایون. اینو من نمیفهمم، یعنی چه کار کردن؟ اومدن 100 نفر رو گرفتن، و وقت تا این عدده میشه 100 تموم میشه. این غلطیش از همینجا میاد، این فقط جوکه. بخونی. بیماری های عفونی 80% خانم ها، 20% آقایون. سرطان ها 60% خانم ها، 40% آقایون. از کار افتادن کلیه 70% خانم ها، 30% آقایون. آمار مرگ و میر 99% آقایون، 1% خانم ها. نمیدونم کجای کار میلنگه. اینجای کار میلنگه که من و شما خیلی شفتش میدیم. شفتش ندین. اگه این خانم ها نباشن، هیچ کدوم از من و شما نخواهیم بود، چه دنیا اومدنمون و به وجود اومدنمون، چه بعدن هم زندگی کردن و ادامه زندگی دادن. پس به قول آمریکایی‌ها shut up and dance، خفه شو و برقص. خب، نجات جان معجزه آسای یک پیرمرد گرفتار شده در سیل شهر استهبان، احتمالاً این همون سیلیه که چند مدت پیش اومد و به خاطر اینکه بارندگی نشده بوده و زمین خشک شده بوده. دوستان زمین وقتی خشک میشه، میشه مثل کوزه، میشه مثل کاسه دیگه. بعد که بارون میاد آب نمیگیره، فقط ردش میکنه میره و این باعث سیل میشه. در هر صورت خوشحالیم که بالاخره یه نفر جانش چیز اومده. همین الان که من با شما صحبت میکنم توی آمریکا اوضاع خیلی خرابه، میسیسیپی و تگزاس و اینها از یه طرف سیل، از یه طرف آب خوردن ندارن. بعد یه جاهایی به خاطر این ظروف تفلان
و سمومی که کشاورزا و دامدارا استفاده میکنن تمام دامها مریضن و شیری که از اینا میگیرن اگر بفرستن به بازار این شیر سرطان درست میکنه. و چیزی که هست اینجا میرن دنبال مسئولینش وقت میذارن، ما معمولا میشینیم فوش میدیم و هر کی هم گفت آقا به فوش دادن کار درست نمیشه، میگیم دیدی بهت گفتم این مأمور جمهوری اسلامیه. با آقای بیژن مهر صحبت میکردم، گفتم آقای بیژن مهر تا کسی حاضر نشه بلندشه بره ایران اوضاع درست نمیشه. گفت من حاضرم برم ولی حاضر نیستم برم الکی کشته بشم. گفتم خب چی میگه از کرامات شیخ ما این است، شیره را خورد و گفت شیرین است. آقا همون آقای فولادوند، همون آقای حخا، همون آقای دیگرانی که گفتن ما میایم، چهار نفر تو ایران های هوی کردن برای این بود که گفتن ما میایم. این آقای رضا پهلوی و مامانش که نشستن اینجا میگن شما برین ما شاید بیایم، میبینید که نشستن هیچی هم نمیشه. نوشته باورتون میشه که از این به بعد فروش تمام قرص های ضد بارداری فقط با نسخه امکان پذیره؟ قربون تو آمریکا با نسخه هم امکان پذیر نیست. این آقای ترامپ وجودش چنان ضرری زده به آمریکا، اولا هنوز تا هنوز تمام دادگاه ها گرفتار پرونده های اینه، ولی این داره ازش استفاده میکنه برای پول جمع کردن برای سال 2024. همه هم به اصطلاح تهدید میکنه که اگه شما منو ببرید دادگاه این طرفدارای من اسلحه دارن میزنن تو خیابون. دروغ هم نمیگه، 75 میلیون نفر بهش رأی دادن. هیچکی نمیگه 82 میلیون به آقای جو بایدن رأی دادن، ولی یادتون باشه طرفدارای جو بایدن طرفدار اسلحه نیستن، لیبرالن، دموکراتن. طرفدارای ترامپ که ریپابلیکنن اونا دنبال اسلحه هستن. حالا چه خواهد شد باید صبر کنیم ببینیم. اینجا نوشته برای داروخانه ها بازرسی های بازرسی نامحسوس گذاشتن که مبادا اگر کسی اومد و قرص خواست بدون نسخه بهش قرص اورژانسی یا ضد بارداری بدن. نوشته ندن، بدن درسته، مبادا و نه دوتا نه میشه مثبت. اینو خیلی از دوستان توی نوشتن رعایت نمی کنن. اینم یه عکس، حالا شما از خودتون میپرسید عکس آقای شهرام شبپره اینجا برای چیه و چه کار میکنه. نوشتش به نظر من جالب بود، میگه که طرف تعریف میکرد اول که تازه ماهواره اومده بود، ما هم خریده بودیم، یه روز مامورها ریختن خونمون، ماهواره هامون رو جمع کردن. آقا هنوز ایرانیا به دیش یا بشقاب یا سینی میگن ماهواره. بابا اسمش معلومه، ماهواره یعنی مثل ماه در آسمان، همون سدلایت. این دیشه، این بشقاب سینیه، به خاطر شکلش بهش میگن دیش، بشقاب سینی، که قبلا هم 6 فوت بود قد یک چی بگم بزرگ قد یه ماشین. طرف موقع رفتن یکی از مامورا عکس شهرام شبپره رو روی دیوار اتاقم دید و گفت از روی این شهید خجالت بکش. بذارید ببینم میتونم، بله، گفت حداقل حرمت این شهید رو نگه دارید. این به نظر من جالب بود که خب خیلی ها رو نمیشناختن. یه فیلمی دیشب نگاه میکردم، طرف فکر کنم اسم فیلمی بود به قید قرعه، طرف رفت خونه یه دختر خانمی که خواستگاری کنه، بعد خیلی جالبه الان میفرستنشون توی اتاقی که با هم تنها صحبت کنه. وقتی رفتن تنها صحبت کنن گو این عکس باباته وقتی جوان بوده، گفت نه این عکس سهراب سپهری است و هیچ اشکالی هم نداره، بالاخره مخصوصا همه ایرانی ها وقتی ریش بذارن مو بلند باشه همه یه شکل هستن. دوستان شما حتما این عکس های ورزشکارا رو دیدین، بعضی هاشون سیکس پک دارن، بعضی هاشون ایت پک دارن، یعنی این مایچه های شکمشون رو شما میتونی بشماری. سیکس پک از این آبجو و بیر و اینا، آبجو و نوشابه و اینا، وقتی 6 تا نوشابه با همه توی یک پلاستیک یا توی جعبه بهش میگن سیکس پک. اگر شما مشکل براتون ورزش کردن میتونید این کار انجام بدید.
این دوتا قشنگ رفتن، یکیش سیکس پک یکیش ایت پک، یعنی این شش تا پک، این یکی هم ایت پک درست کرده. خب میدونم، بازم بهتون گفتم ممکنی عکس‌ها رو شما قبلا دیده باشید، ولی این برای اونایی که ندیدن. دوستان این ماجراهای سیل و اینها حتما شما هم دیدین که در هر جایی راهکارهای مختلفی براش دارن. مثلا در آمریکا فوری یه چیزی دارن به نام نشنال گارد، یعنی گارد میهنی، گارد ملی. اینا رو صدا میزنن که بلند شین بیاین به مردم کمک کنید، از آب رسوندن. از حالا ایران چی کار میکنه؟ نمیدونم. واقعا اینا اینقدر احمقن که میرن وقتی سیل اومده، نشته راهکار مقابله با سیل در 14 استان کشور. آی زمانیان، بگو ببینیم اینقدر احمقن یا شما به ما میگی از اینم احمقترن. خب بریم ببینیم عکس بعدی. من این عکس ها رو پاک کنم تا اینجاش که کسی هم به من نگه بعدا این عکس بود آقا نشون دادی، یا به من بده. گذشت، تموم شد، رفت. خب این آخه که مادر هر جا باشه مادره. این عکس رو من نگاه کردم و اگه بهتون بگم واقعا اشکم جاری شد، شما باید میگی این سوربی خیلی سوسوله. من ترجیح میدم سوسول باشم، عکسم با یه چیزای ساده‌ای مثل این جاری بشه ولی سنگ دل نباشه. از خستگی ببینید چند تا توله آویزونن به سینه این و دارن شیر میخورن و این خسته سرش گذاشته روی این سنگ و استراحت میکنه. حالا امیدواریم مردم هر جایی که این هست انقدر با شعور باشن که نیان بهش سنگ بزنن و با تیر شب بکشنشو الی آخر. خب باز ممنونم از یکایک دوستانی که من عکس ها رو برداشتم از صفحشون، چون دیدم بعضیا هیزریش مینیسه من با اجازتون اینو شیر کردم، اون یکی مینیسه اجازه میدین من اینو بردارم. میگم بابا وقت طرف گذاشته اینجا یعنی دیگه ورش داد، دیگه اجازه میگیری اجازه نه. حالا شاید من اشتباه میکنم، نظر شما درباره این چیه؟ واقعا این کارو میکنن؟ دماغ نو مبارک رو کیک دوستان دماغو میبینی؟ اون چسبرم میبینی ضربه دری زده؟ البته میدونید چند سال پیش اپرا یه برنامه گذاشت گفت ایران شماره یکی از لحاظ جراحی دماغ، دلیلش هم گفت به خاطر اینکه مسئله حجاب هست، خانم ها بیشتر به صورتشون اهمیت میدن و صورت هم حالا که دیگه ماسک هم اومد دماغ و پوشند هرچی پول دادن خراب شد رفت. و الان یک کشور دیگه است اگه اشتباه نکنم، فکر کنم برزیل الان شماره یک هست. خب دوستان این هم یک آقای با استعداد، نمیگم خانم چون فکر نمیکنم خانوما از این کارا انجام بدن، یا آقای با استعداد وقتی که یا ماهیتابه نداشته یا ماهیتابه کثیف بوده ورداشته توی خاکنداز. این خاکندازه یا چدنیه یا از جنس حلبیه ببخشید، توی این تخمرغ درست کرده. زیرش هم یه چیزی نوشته بود ببینم، آها نوشته سازمان بهداشت جهانی بعد از دیدن این عکس ایران را به خدا سپرد. حالا بعض وقتا این مال ایران هم نیست، مال هنده، مال جای دیگه است، ولی دوستان دیگه لطف دارن همه بدبختی ها رو میارن سراغ خودمون، اب نداره. خب ببینیم این چی گفته. دیدید این ورور تو رو مجله و این هم انسان، گاندی این گفت، دکارت اینو گفت، نمیدونم اسکندر کبیر اونو گفت، کوروش کبیر اینو گفت. این یکی از دانشمندا یا نویسنده ها داره میخونه که از قولش یه چیزی نوشتن، نوشته من کی اینو گفتم. اینم از ماجرای فیسبوک و نقل قول یا نقل به مضمون whatever که میگن. خب این عکس اونجوری هم که باید
معنی بد نمیده. نگاه کنید دوستان، این آقا رفته حالا یا موزه یا نمایشگاه، این عکسی که داره نگاه میکنه زده پشتش ببینید چه خبر. البته اونایی که اهل کارهای هنری هستن میدونن که بعضی وقتا پشت این تابلوها اینفورمیشن یا اطلاعاتی نوشته. البته نباید هر کی رفت اینو بگیر بکشه، ممکنه بیفته اصلا تابلو 1 میلیون دلاری به اصطلاح از بین بره. این بیشتر هدفش شوخی بوده. خب از این بگذریم، بیان ببینیم شما چی نوشتید. آقای زمانیان میگه بینی، لب و چشم سه عضو را وقتی خانم ها عمل میکنن همه شکل هم میشوند. آره دیگه، مخصوصا وقتی دکتراشون هم یکی باشه. آقای زمانیان باور کن، مایی که فیلم ها رو این ور میبینیم و اینا رو نمیشناسیم معمولا، و فیلم هم یکم کونه هستن، من اصلا نمیفهمم. میگم ای کاش مثلا از اول تا آخر فیلمه به این خانمه لباس آبی میدادن، به اون یکی قرمز میدادن، به اون یکی زرد میدادن، ما بفهمیم. یا بنوشتن 1 2 3 روش بفهمیم. البته خداییش خیلی قشنگن، خیلی زیبا هستن، ولی وقتی شما میبینی که این زیبایی مصنوعیه و از اون برم ابروها رو چقدر خراب کردن، وای 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 وای. ایرانی که به خاطر چشم و ابرو معروف بود تو دنیا، حالا چشما رو میان نمیدونم مثل کی میگن کلاقه، مثل چه اینجوریش میکنن، ابرو هم که مثل مریخیا اونجوری میکنن، هیچ دیگه. خدا به داد اون برسیم، به داد ما که باید تحمل کنیم. خب ببینین این آقا چی میگه. این خیلی قشنگه دوستان، واقعا اگه اینایی که ما از صبح تا عصر میبینیم یادمون باشه، رعایت کنیم و عمل کنیم چقدر خوب میشه. او ساعت 3:06 شد. این آقای کانفوسیوس، این خیلی جالبه، من نمیدونم به انگلیسی هم بهش چی میگه، نوشته آدم بزرگ به خودش سخت میگیره و آدم کوچک به دیگران. اجازه بدید من تماس بگیرم با آقای مسعود کردار و ببینیم که ایشون نظرش درباره این داستان DVD 20 سال پیش چیه. خداییش بهتون بگم آقای کردار میدونه من خیلی رک صحبت میکنم، به نظر من خب باید سب میکردیم ویدیو بیاد بذاریم بعدش راجع بهش صحبت کنیم، ولی این دوستان اینجوری هم میگن یا یه آمادگی داشته باشیم. چشم، ببینیم که ما با دوستان آماده بشیم برای این. شماره تلفن شما میدونم که آخرش خیلی قشنگ و تکرار میشه. به ایشون گفتم چون من ندیدم این فیلم رو، من ممنونم دوستان عزیز، همونجوری که بهتون قول دادم و بعد قولی کردم 6 دقیقه دیرتر شروع کردم، با آقای مسعود کردار هستیم که ایشون بهتون گفتم میتونیم بگیم یکی از بنیانگذاران، یکی از مؤسسین به اصطلاح چی بود، بنیاد که نه، بنیاد شاهنشاهی نه، چی بود اسمش. و متاسفانه من الان دقت میکنم میبینم همونجا بین حسودیایی که بین دوستان میشده شاید بشه بگیم به همین خاطر هیچ حرکتی به جایی نرسید. آقا من ساکت میشم، شما برای ما بگو ببینیم که این داستان DVD چی هست، ماجرای 20 سال پیش چی هست. منم توی این فاصله یکی دوتا از عکسای شما رو میذارم که دوستان با شما آشنا بشن از طریق عکستون، و امیدوارم به زودی بتونیم شما رو از طریق اسکایپ داشته باشیم. بفرمایید آقای کردار، با شما هست. درود بر شما جناب سعودی، خدمت بیننده ها و شنونده های این تلویزیون مردم تیوی عرض ادب میکنم، سپاسگزاری میکنم، و قبل از اینکه بخوام صحبتی شروع کنم در راستای توضیح دادن به اون نواری که من در سال 2002، حالا بگیم پروتکل، مانیفست، ایده فکری، هر چی که اسمشو بذارین، تهیه کردم و قرار بود اون رو به اجرا بذارم که تا به امروز نکردم به دلایلی که بعدها خواهم گفت، یه توضیح باید بدم بعد برم سر اصول مطرح. ببینید آقای کردان، مانیفست میشه اساسنامه، بعد شما میگید قرار بود به اجرا بذارم. ببینید اساسنامه رو پخش میکنن
به مردم میگن این اساسنامه ماست، اونایی که با این موافقن یا مخالفن بیان فلان روز در این مورد صحبت کنیم. من فقط همین حالا یه جمله که شما گفتید میخوام بگم. درست میفهمم. بله. درست میفهمم. قرار بود این کلی بشه. آها، اوکی. پس تا اینجا درست فهمیدم. یه برنامه‌ای بود که قرار آها. الان بوزوت من یه توضیح کوتاه بدم در اصلاحیه جمله شما که میدونم چون شما زیاد اطلاع ندارین اون موضوع این صحبت کردید، من اینو تصحیح کنم. من به گفته شما از بانیان انجمن پادشاهی یا بنیانگذاران انجمن پادشاهی نبودم هرگز. اون شخص فقط آقای فرود فولادوند بودن و بعد، ولی از اون موقع که ایشون اومدن و قبل از ایشون بنده هم فعالیت خودم رو میکردم و یه طرحی داشتم که روی اون تلویزیون فرزان دلجو در سال 2002 که یه پیشنهادی دادم راجع به چند تا هواپیما چیکار کنیم چیکار نکنیم و ایشون هم خیلی خوشحال شده بود و میگفت منم حاضرم تو اون هواپیما باشم. بعد از این داستان آقای فرود فولادوند اومدن روی تلویزیون ما تیدی و این حرفا شد انجمن پادشاهی. بنده چون از خط فکری ایشون در رابطه با اطلاعات مذهبی و اسلام و قرآن و تاریخچه مذهب مسائلی رو عنوان کردن که برای ملت ایران تا اون روز به اصطلاح یه چیز جدیدی بود، اطلاعات جدیدی بود و بسیاری از مردمان رو از الیت جامعه تا پایین ترین قشر جامعه جذب کردن. بنده هم یکی از اون افراد بودن که جذب صحبت‌های ایشون شدم و به عنوان یک یار انجمن پادشاهی به کمک ایشون رفتم در اون انجمن پادشاهی. یک یار بسیار پرکاری بودم و فعالیت رو پدافن میکردم از ایشون تا جایی که کاراشون درسته و مردمی بود در انجمن پادشاهی. یه دروازه واز شده بود که از هر جا هر کس با هر ایده ریخته بودن اون تو. این اواخر یه شوربایی شده بود و ما هرچی سعی کردیم که آقای فولادوند رو آگاهی بهشون بدیم که این کارا رو مواظب باشن این حرفا، ایشون در عرض کردم تاریخ اسلام و تاریخ عرب و این حرفا و قرآن و اینطور چیزا بسیار خبره بودن، ولی متاسفم که بگم در کار سیاست بسیار بسیار ناپخته بودن و هیچ تجربه ای نداشتن و اشتباهات عدیده ای کردن که همون موقع که این انجمن بود یاران همیشه صدای منو دیدن و شنیدن. من در تمام کارهای نادرست ایشون هرگز موافقت نکردم بلکه اعتراض کردم. در راستای کارهای مردمی به نام انجمن پادشاهی من همیشه فداکاری کردم. در پشت صحنه هر نوع چیزای ناجور و ناهموار که خیلی در این انجمن پیش اومده بود به ایشون اطلاع میدادم، ولی ایشون اصلا ترتیب اثر نمیداد تا جایی که به خاطر اشتباهات متعددی که ایشون انجام دادن مجبور شدن برن پی کارشون و بنده هم تا آخرین لحظه سعی کردم به ایشون همچنان کمک و یاری برسونم. حال اونجایی که متوجه شدن که خوب شدن، اونجایی که نشدن خوب نشدن. ما نمیتونیم یه آدم 60-70 ساله رو بعد از این همه سالا عوض کنیم، حداقل من این ادعا رو ندارم بتونم کسی رو عوض کنم. این توضیح رو دادم که بدونید من از بانیان و نمیدونم فلان نبودم. بله، یار شماره صفر ایشون بودم و بسیار بسیار از همه با ارزشتر بودم به تایید بارها و بارهای صحبت‌های خود آقای فولادوند که بنده ضبط شده دارم. هیچ کدوم از یاران انجمن به اندازه من کارهای درست برای ایشون و انجمن ایشون نکردن، ولی متاسفانه با اشتباهاتی که ایشون انجام دادن رفتن دنبال کارشون تا آخرین لحظه و بساط انجمن پادشاهی بسته شد. و در آخر بگم افراد درست خیلی خوب مردمی که یکیش اگر هم بر خود ستایی نباشه خود بنده بودم، ضرر و زیان مادی بسیار معنوی بسیار از انجمن به خاطر کارهای آخر اشتباهیشون متحمل شدم که دیگه من همونطور که بهشون هم گفته بودم که اگر ایشون اشتباه بکنه خطا بکنه هر کاری بکنه من اولین کسی هم که جلوشون نیستم و سعی کردم بیستم از راه منطق و با ادب و با سیاست با خرد، ولی متاسفانه کارساز واقع نشد و بعد از اون هم بنده سیاست رو بوسیدم گذاشتم کنار. اما قبل از این که ایشون بیاد روی اکران در سال 2003 بعد، من سال 2002 این طرح و ایده خودم رو در رابطه با اینکه اون زمان همه این تلویزیون ها هر از چند بار
یه سوالی رو می آوردن بالا، اپوزیسیون رو عرض میکنم، و این بود که چه باید کرد. پیرو این چه باید کرد، بنده ایده کاملی داشتم با زیرسازی کامل، با به اصطلاح پیدا کردن اول عیب کارهایی که چه شد ما ملت به اینجا رسیدیم، اول اونا رو شکافتم و بعد هم میخواستم اون چیزی که درسته رو اجرا کنم که به نفع همه آحاد ملت باشه و همه ازش یه منافعی ببرم بدون استثنا. اما امروز که من خدمتتون گفتم میخوام چند کلمه ای صحبت بکنم راجع به زیرسازی و نتایج کارها و منافع زیرسازی، میخوام یه صحبت کوتاهی بکنم. جهت اطلاع شما، از سال 2-3 سال قبل از 1388 که اون جنبش به اصطلاح اون نخست وزیر موسوی و جنبش سبز شروع بشه، از 3-4 سال جلوتر، خود شما هم این آگاهی ها رو دارید، این تلویزیون ها یادتون میاد، مردم هم یادشون میاد، اغلب این مجری های تلویزیون امثال آقای میبودی و غیره شروع کردن به یک خطی دادن و اون این بود که آقا باید کار سپورت فقط به جوان ها در داخل ایران ولاقب و بقیه باید برن پیکارشون. من وقتی اینا رو میشنیدم بلافاصله رفتم روی ایر بارها و بارها برای اینا توضیح دادم که آقا این طرز صحبت، طرز صحبت استثماریه. چرا؟ برای اینکه شما نگاه کنید در تمام جهان، تمام کشورها، از کوین الیزابت شما نگاه کنید، امروز روز 96 سالشون، خدا عمرم به ایشون عطا کنه زیادتر بشه، و تا رئیس جمهورها، همه آدمای بزرگ، سرشناسا، فیلسوفا، همه افراد مسنن و تازه اگر در مقام نخست وزیری، رئیس جمهوری، رهبری چیزی واقع بشن، اغلب اینا مشاوران سنین بالایی دارن که به اینا مشاورت میدن که کمتر اشتباه بکنن و راه و از چاه تشخیص بدن. حال اینکه اگر بسپرن دست جوان ها، جوان چی داره آقای سربی و هموطنان؟ انرژی داره و زود، اما تجربه نداره. هر قدم که تحصیل کرده باشه، دکترای نمیدونم در هر رشته گرفته باشه، ولی تجارب سنی گوناگونی که سنین بالا مردم کسب کردن و جوان نداره. من سعی کردم اینو اون روزا به همه بفهمونن که این یه خط استثماری است که زیرسازی داره میشه برای نتایج بعدش. حالا نتایج بعد و امروز بعد از این تقریبا 20 سال من برای شما عرض میکنم، شما متوجه میشید که چرا اون روز میگفتن آقا فقط جوان و امروز دارن نتیجهشو میگیرن. 3-4 سال بعدش جنبش این سبز اومد روی کار. جنبش سبز اومد روی کار در همین کشور ما کانادا، یه چیزی در حدود 4000 تا جوانای بین 25-30 سال تا 30-31 سال یهو ریختن تو دانتان اینجا به طرفداری آقای موسوی. و ما رفته بودیم به این خبرنگارا، تلویزیونای متعددی هم اومد بودن، ما هم تعدادمون زیاد نبود، 13-14 تا بیشتر نبودیم. ما رفتیم به اینا بگیم که آقا مگه آقای موسوی و جنبش سبز، مگه اینا همونایی نبودن که با شما همه همکاری بودن، با این حکومت همکاری کردن، زمان اینا 5000 تا آدم کشتن، زمان اینا هم پول خوردن به نام مسکو تهران، پول بالا کشیدن، همه اینا، حالا اینا دیدن کلا رفته سرش، مجددا میخوام بیام سهم بیشتری بگیرم، مگه فرقی دارم با اینا؟ اما اینا جلوی تلویزیونای کانادا که من همه رو ضبط کرده ضبط شده دارم، برگشتن یه حرفی زدن همشون، گفتم آقا تا حالا 30 سال شما اپوزیسیون بودید، حالا برید پی کارتون، ما جوان ها اومدیم ما میخواییم اپوزیسیون بشه. اونجا من فهمیدم که چقدر حرفم درست بود. اینا زیرسازی کرده بودن که بسپرین دست جوان ها، جوان ها، جوان ها، جوان ها رو راحت سیاه میکنن، تجربه ندارن، به هر طرف میخوان راحت میکشن. تا جایی که همین چند روز پیش من دیدم این خانم مسی علی نژاد که اصلا کاری ندارم از کجا اومده چجوری و وارد بحثش هم نمیشم، من فقط به این نکته اشاره میکنم، خود ایشون برگشت که من در ایران بودم، خبرنگار بودم، با اصلاح طلبها، با این با اون، همه رو قبول داشتم و کار میکردم و فلان میکردم و بیسار اشتباه کردم، سرم کلاه گذاشته بودم، من اشتباه کردم، حالا اومدم متوجه شدم اشتباه کردم، عاقل‌تر شدم، حالا میخوام چی کارای بهتر بکنم. این نشانه اینه که چون جوان بوده ازش سوء استفاده کردن. من و شما آقای سوردی، من 26 سالم بود انقلاب شد، چون جوان بودیم از من مسعود کردار و منهای دیگر سوء استفاده کردن. ما باورمند شدیم اینا دارن یه کار مردمی میکنن، اما یه سال و نیم بعد من به سهم خودم متوجه شدم اینا دروغ گفتن، کلک زدن، نارو زدن و کشیدم بیرون، دیگه باشون همکاری نکردم. با
بلکه سعی کردم به نفع مردم همچنان به اون کارهای درست ادامه بدم. توجه کردین؟ حالا اینا اومدن بعد از جنبش 88، این اون ترفندایی که داشتن دیرسازیشو میکردن توسط آقای میبودی که آقا باید فقط جوونا بگیرن تو دست، اومدن یه چیزی در حدود 2000 تا جوونای باز بین 25-6 ساله تا 30-31 ساله و 35 ساله رو به عنوان انواع و اقسام تیوی های مثل قارچ رویده در این یوتیوب ها و تلویزیون ها اینا پر کردن. امروز شما 10000 تا تلویزیون روی یوتیوب میبینید، هر کدومشون هم همه جوون هم. اگر چون نیک بنگری هر کدوم برای یک وظیفه و مقصد خاصی که آبش تو کاسه جمهوری اسلامی و اربابانشون ریخته میشه، هیچ کدومشون کار درستی که میان به ظاهر یه حرفایی میزنن ولی در نهایت اون کار درستی که اونها میخوان و پولشو میدن و انجام میدن. برای مثال یه آقای جوونی هست که نامشو نمیارم بیشتر مطرح بشه، این آقا میاد اونجا اولا خیال میکنه که مثل رستم دستان یک کسیه تو عالم سیاست و بارها اولش اونجا تو ایران اینا رو میسازن، بعد میزنشون بیرون، بعد میگه ما دو سال زندان بودیم، این زندانم که من همیشه صحبت کردم اینا رو میفرستن اونجا، بعد یکی یاره خودشون کتاب میریزن یا خود اینفورمیشن میکنن میریزن بیرون، اول میرن توی اپوزیسیونای مخالف که من الان سر اونم صحبت دارم، میره یه روز رضا پهلوی میشه، یه روز جنبش فلان میشه، یه روز اون یکی میشه، آخرش میاد و شروع میکنه یه سری حرفایی که ما امثال من و شما و انسانهای درست اپوزیسیون، نه انسانهای خائن اپوزیسیون که ما همیشه با این اپوزیسیون هم بیشتر از این آقا همیشه در افتادیم مخالفت کردیم، میاد یه حرفای ما رو قرقره میکنه ولی 20% میاد یهو اون بابا رو ور میداره میکنه کوروش، شاه شاهان، شاه فلان، بیسار، نمیدونم پاسدارا رو میکنه آریو برزنهای تاریخی ایران، هرگز هم از خودش رو چاهی نمیکنه. آخه آقا تو مگه میشه انسان بیاد دم از تمدن بزنه، دم از علم بزنه، دم از حرفای درست بزنه ولی یهو ببره 1400 سال ادعی رو قبول بکنه که در قهرهای فکری عقب افتادگی فاندمنتال بودن و چپاول ملت به بی نهایت معروفن، تمام بانگای داخل و خارج و انگلیس و کانادا و آمریکا رو پولای دزدی اینا آوردن بیرون، کارگر بدبخت در ایران که نمیتونه تازه حقوقشو بگیره، این همه بانک ها و میلیارد ها هر روز داریم میشنویم، 300,000 میلیارد، 200,000 میلیارد، اصلا من باورم نمیشه یه عدد داره من میشنوم و میگم ولی اینا دارن خارج میکنن. آقا این آقایی که داره اینطوری میگه بعدم میگه شما پیر پاتالا، شما پاتالا اپوزیسیون، اپوزیسیون هم که میگه بعد اشاره میکنه به 4-5 تا دهتایی که اینا از خود جمهوری اسلامی بودن، مثل این آقای لوریزاده ها و نمیدونم میبودی ها و اینایی که حقوق گرفتن در طول این تاریخ که ما خودمون به عنوان اپوزیسیون واقعی بیشتر دعوای ما در این 30-40 سال با خود همین اپوزیسیون بوده که این آقا داره میگه اینا رو میگه اپوزیسیون، بعدم میگه پیر شدید، پاتال شدید، شما پاتالا برید و نمیدونم انگشت منو بخورید، همش حرفای بی ادبانه میزنه که من نمیخوام این حرفا رو به ایشون بذارم. چرا؟ من اعتقاد دارم ایشون هنوز جوونه، من معتقدم دیری نمیپاد، همونطور که تا حالا 3-4 بار میگه با این گروه بودم اشتباه کردم معذرت میخوام، سلسلت طلب بودم اشتباه کردم معذرت میخوام، حالا طرفدار خامنه ای شدم، حالا دیگه میفهمم. من قول به شما میدم اینطور افراد، این جوونا 5 سال دیگه هم باز میان میگن ببخشید وقتی دیدن نون به نرخ روز خوردنه دیگه، ببینن اوضاع پس میگه آقا اون موقع من فکر میکردم این آقا شاه شاهانه و کوروش و نمیدونم فلان و بیسار اونا ماریو برزنن، اشتباه کردم ببخشید، حالا عاقل تر شدم. من مطمئنم این جوان یه روزی به اینجا خواهد رسید ولی خیلی بیادبانه توهین میکنه به هرچی به اصطلاح با کلمه پاتال. هیچ نمیدونه که عزیز من، جان من، شما جوان ها امروز 30 سالتونه، شما برسید به 50 سالگی، قول بدونم به قول شما از این پاتالا، پیر پاتال ها بدتر خواهید شد. این افرادی که تو بهشون میگی پیر پاتال، افراد درست جامعه رو عرض میکنم، نه اونایی که مثل نوریزاده و اینا حقوق گرفتن از کشورهای عربی و از آخوند و حسن و حسین اومدن از دای اپوزیسیون در آوردن. من اونا رو نمیگم، من اونایی که سالم بودن تا آخرین لحظه نون هیچ کشوری رو نخوردن، از هیچ جا پول نگرفتن، درست مبارزه کردم، من اینا رو میگم. این آقا باید بره یه خود فکر کنه، اینقدر کم جنبگی رو بذاره کنار و فکرم نکنه که خودش الویسه و تمامی پیرپاتالا همه خیابه هاشون فلانه دیساره، هرگز از خودش نمیپرسه که اگر والا
از این پیرپاتالا که شما میگی اگه ما عکس 40-50 سالگیمون رو بفرستیم هزار بار هم خودمون هم خانوادهمون از شما هم زیباتر هم به تایید همه مردم اگه لازم باشه. تو به چی مینازی جوون انقدر قرده شد؟ بذار کنار این اخلاق کم جنبتو برو باز یاد بگی، سعی کن درخت هرچی بارورتر میشه پسرم سر به زیرتر میشه. به هر حال این زیربنای اون روزی که میگفتن باید بسپرین دست جوونها برای اینکه برداشتشون رو مخاطب بکنن، امروز اون برداشته همه جا سپردن دست اینا که این تلویزیون ها از من و تو کیهان اینترنشنال و هزار تلویزیون گوناگون و برنامه که بهشون همه چی میدن، پول میدن، قدرت میدن، همه چی میدن. این آقا هرگز از خودش نپرسیده. اون اپوزیسیون واقعی که ما مد نظرمونه باید میرفت کار میکن، زحمت میکشید، نون شب زن بچهش رو میآورد میذاشت روی میز، با همه اون خستگی هنوز دلش برای وطنش، مملکتش، مردمش میسوخت و میآمد فعالیت میکرد تا جایی که خیلی هاشون جونشون هم به خطر انداختن و از میون رفتن. این آقا باید از خودش شرم بکنه و جوانای دیگه. اما هنوز که هنوزه من الان عرض میکنم برای هر کار درستی باید زیرسازی کرد. برای مثال عرض میکنم شما آقای سوربی یادتون میاد وقتی کامپیوترها تازه در اومده بود که اون گروه اولش آتاری بود و آی بی ام و اینا بود، یادتون میاد؟ بله. اون موقع ها اگه میخواستیم شما یه پروگرامی رو روی کامپیوتر بذاری، اول یه کاغذ پلاستیکی چارگوشی بود به نام فلوپی، باید اینو میذاشتی تو فلوپی، به اصطلاح چیزش میکردین، آپدیتش میکردین، آپگریدش میکردین تا بتونه برنامه اونا همون دیسک فلوپی بود. دیسک فلوپی بود مثل صفحه های ایران ولی نازکتر بود. بله. اینو اگر نمیزدی تو هر کامپیوتر نوعی هیچ نوع پروگرامی رو نمیپذیرفت. الان هم همینطور شده. اینها برای هر کار درست و نادرست اگه بخوام برداشت کنم باید زیرسازی براش انجام بدم. ما روزی که این ایدمونو در سال 2002 میخواستیم بذاریم روی زمین، احتیاج داشتیم که یه زیرسازی برای این مردم به اصطلاح عادی جامعه، چون الیت جامعه دو گروه که بیشتر نیستن، هر دوشون میفهمن چه خبره. یه گروه خائنن و حقوق بگیر، اونا مثل کسی هم که خودشون رو زدن به خواب، هر کاری هم کنی بیدار نمیشن. یه عدهشون هستن که درست تاثیر کردن و ولی میفهمن، ولی بازم نمیدونن به دلایلی در طول تاریخ این 40 سال 44 ساله همیشه سکوت کردن، واقعیت‌ها رو میترسن بگن. ما احتیاج داشتیم یه زیرسازی بکنیم، بعد این ایدمون رو به مردم تقدیم کنیم. چون یه زد وقتی اون نواری که من الان برای شما فرستادم، مطمئنم که اگر قرار باشه که اون نوار یه زد گذاشته بشه که حالا اشکالی هم نداره دیگه، 20 سال گذاشته، 22 سال گذاشته، الان بذاریم اشکال نداره، چون اون برنامه مال اون موقع بود و بسیار چیز جالب بود. اگر اون روز ملت ما فهمیده بود، حتی اون روز اگر دولت ما فهمیده بود، میامد یه راهی دیگر انتخاب میکرد، همه آحاد ملت بهتر زندگی میکردن، همه به نسبت از یه مینیموم زندگی برخوردار بودن و روی آسایش بهتری میدیدن و در جوامع بین المللی ما امروز یک آبرویی داشتیم، عوض این که الان درست برعکس شه و هیچ کس هیچ جا جرأت نمی کنه بگه من ایرانی هم. و برای همه هم آبرو بود، هم منافع مالی بود، همه چی بود. ولی به هر حال من اینا عرض کردم که این نواری که دست شما میاد به زودی شما میذارید، هموطنان باید بدونن این احتیاج به یه زیرسازی توضیح و به اصطلاح آگاهی های قبل از دیدن اون نوار داره که متاسفانه این وقت رو به ما ندادن. ما خواستیم بریم رو تلویزیون ها چند جلسه با مردم صحبت بکنیم، آماده بکنیم، خوب وقتی این فرم شدن بعد این پروگرام رو ببینن، که هیچ کدوم این تلویزیون ها همکاری نکردن. یه دم افراد خیلی رند بالا در سطح بالا منو هی نگر داشتن، هی نگه داشتن، گفتن آقای خیامی و حسن و شاهزاده رضا و اینا ما یه میتینگ می‌ذاریم با شما این کارو اجرا کنیم و اینا، ما رو صد کردن. اونا رفتن به غلط یه چیزی مشابه حرفای من در اون نوار و ایده من اومدن اجرا بکنن، ولی چون بلد نبودن و اون کاره نبودن و همه چی رو نمی‌دونستن، همشون رفت یکی رفت کنگره زد، یکی رفت اتحاد ملی زد، یکی رفت تجل پک زد، اون یکی رفت یه جور دیگه،
همه خراب کردن. حتی خود اون آقای فولادزن که باز الان اسمشو میارم، ایشون همه ساله اون چند سالی که بودم میگفت مسعود شما اینو دست نگرده، بذار من به مردم گفتم امسال ایران آزاد باید گردن، بذار من اگه نکردم بعد برنامه تو رو پیاده میکنیم. ایشون هم یه جوری دیگه رو اندر رو سرد کردن. هیچ مهم نبود، من به همه گفته بودم من اصلا نه جاه طلبم، نه برای خودم کیسه دوختم، نه میخواستم رهبر بشم، وزیر بشم، وکیل بشم، سناتور بشم، هیچی نمیخواستم بشم. برای همین به همه دوستان آشنای نزدیکم گفتم که آقا من این نوار رو به هر جا که باشه میدم، برای من مهم نیست که چی این کار رو میکنه، مهم اون باطن کاره که منافع ملت ایران بعد از این نوار اگر آگاه بشن حفظ بشه. همین که مردم منافع ببرن، بهره ببرن، اون کارگره هم اندازه خودش ببره، مهندس هم همینطور، کارمنده هم همینطور، برای من کافیه. من خدمتمو به ملتم، به مردم ایرانم کردم، برای من این مهم بود. برای همینم جهت اطلاع شما این نوار رو، واسه اینکه میدونستم تو ملت ما دور زیادی که بعدنم دیدم، خودم شخصا بردم در انگلستان به MI6 انگلستان دادم به یه دوست خیلی خیلی نازنینم در اسرائیل، برد داد پارلمان اسرائیل نگاه کردن، دادم باز به دوستانی در آمریکا که بردن دادن آمریکایی‌ها نگاه کردن، و این سه تا کشور اینا رو نگاه کردن. اینو من برای این کردم چون میدونستم در ملت ما ها دل بخواد دور زیاده، مخصوصا در کار اینایی که سیاست بازن و حرف میزنن. آقا شاعر سعدی یه چیزی میگه، فردا میره روی ار اون شعر رو میگه، یه جوری سینه‌ش میره جلو، قبقبش هم باز میکنه که مردم بکنن این شعر از خود این آقا، جرأت نمیکنه بگه آقا این شعر سعدیه، این شعر آقای مثلا ناصر انبساط، این شعر فلان. ملت ما اینقدر دزدن در همه زمینه دزدن، نه همشون، اکثر سیاست بازانشون مخصوصا مد نظرم. به هر حال گفتم که این توضیح رو داده باشم تا روزی که این نوار به دستتون برسه، و خاطر نشان میشم که این نوار در سال 2002 عملی شده، در سال 2005 به صورت ویدیو در اومد، دادم دست خیلی ها. اون خانم فرج دیبا، رضا پهلوی، حتی جمهوری اسلامی دادم که ببرن سردمداران آخوندها ببینن، چون برای من مهم نبود، مهم بود که هر کس کار درست رو یاد بگیره بره ریشه‌ای دنبال کار، نه اینکه به تظاهر. مرگ بر آمریکا بگید ولی بودید برید اینجا توی اتاق سربسته معامله کنید، مرگ بر انگلیس بگید بودید برید پترولیوم و همه قراردادها رو به نفع اونا پخش کنید. مسائل خیلی زیاده که بعد از اون نوار من آمادگیشو دارم که هر کدوم از هموطنان که میدونم به ظاهر ممکنه که خیلی ها باش مخالف باشن، من اتفاقا لذتم در اینه که اون مخالفان این نوار بیان وقت میگیرن با شما روی تلویزیون شما. اولیش خود منم آقای کردار، سوالاشون رو بکنن من همه رو جواب. اولیش خود منم، خود من اول که نگاه کنم. ممنونم. بله درست نگاه کن. بله نه حالا شوخی میکنم، شایدم ما که ببینیم بگیم ای بابا تا حالا کجا بودی. پس ممنونم از شما آقای کردار. نه من اونو میگم، اگه باشه به شما میگم با تو صحبت کنم. ممنونم دوستان عزیز، من یادآوری میکنم که این DVD در راه هست، داره میاد و به مجردی که برسه من نگاه میکنم با آقای کردار صحبت میکنم. اگه خواستن روی یوتیوب و فیسبوک و اینها هم پست میکنیم و توی برنامه‌ای به قول معروف میاریم، میذاریمش روی میز تشریح و جمله به جمله، کلمه به کلمه رو پیش میریم. ولی دوستان بارها شنیدید که من با آقای کردار گفتم که شما یه شخصی هستی که من مایلم باهات صحبت کنم، و الان اگر دقت کرده باشید ایشون دو بار گفت فولادوندم رفت دنبال کار خودش. ایشون نگفت فولادوند اومدن دزدیدن بردن. این خیلی زیرکانه بود. من حتما آقا فیلم رو نگاه میکنم و DVD رو نگاه میکنم، با شما تماس میگیرم. فقط آقای صوفی در خاتمه یه خواهش دیگه از هموطنان دارم، تمنا میکنم زنگ میزنن من چون پاسخ نمیدم، من تمام ایمیل ها و نمیدونم فیسبوک و همه اینا رو قطع کردم. من هر چیزی که در رابطه با انجمن پادشاهی باشه، من امروز توضیح دادم برای یک بار برای همیشه، هر کس در رابطه با انجمن پادشاهی صحبت بکنه من جوابی به اونا نمیدم، چون اصلا این افرادی که میخوان زنگ بزنن اصلا ارزش جواب دادن رو ندارم. ولی در رابطه با اون به اصطلاح نواری که پخش میشه، چرا جواب نمیدید؟ اگه سوالاتی باشه که مردم براشون به اصطلاح مفهوم نبوده، میخواستن ببینن، نبگیم پشت پرده کی بودن، بخواستن ببینن کیانت. مثلا ببینید شما میگید که
اشکالا رو میگفتم ولی اونا باز عمل میکردن. خب الان امروز اگه از شما بپرسن چه اشکالایی رو شما گوش زد کردین، چه کسانی، چون ایشون آقای فولادوند میدونید که اون تلویزیون ما تیوی اصلا من و میران صدری و خود من 18000 دلار پول به خاطر همین دیر و زود شدن پول آقای فولادوند و اینا آقای صدری کلا سر ما گذاشت و رفت. بگذاریم، میخوام بگم یعنی شما هم مثلا تلویزیون هم داشتید ولی میگید تلویزیون ها ما اجازه ندادن. خب اگه قرار بود اینو پخش کنید شما باید انجمن پادشاهی پخش میکرد، ولی اونا هم با شما یه نوعی خصومت نشون دادن، یه نوعی حسودی کردن، نایزاشتن یا گفته که بذار من طرح خودم امسال بشه، اگه نشد شما الان نگاه کنید آقای رضا پهلوی 40 ساله میگه امسال دیگه فلان، سازمان مجاهدین میگه ما 6 ماه آینده میریم ایران. بله. همه اینا اینجوری فکر کنن. اینی که به نظر من واقعا این دیویدی رو باید نگاه کنیم، وقتی گذاشتیم بیشتر به اصطلاح در پخشش تلاش کنیم و بعد بیشتر از ایرانی ها بخوایم که یه قلم کاغذ بردارن بنویسن سوالاتشون رو مطرح کنن. بله بله ممنونم، من این کار رو انجام میدم. و خواهشم از هموطنان اینه که این سیم رو دو بار نگاه کنن، چون بار اول متوجه پس و پیش های کار اون چیزهای ظرافت هایی که تو حرفای من هست ممکنه کامل نشن، فقط اون چیزی که خودشون یاد گرفتن که منفی کنن زود پاپات میکنه. بله. دو بار گوش کنن، سوالا رو به قول شما بنویسن و تا اونجایی که در کمال ادب باشه بنده پاسخگوی همه هستم و بی نهایت خوشحال میشم، خوشحال میشم جواب بدم. بسیار ممنونم آقای کردا، خیلی ممنون که امروز با ما بودید. امیدوارم در برنامه‌های آینده از طریق اسکایپ با شما باشیم و دوستانم بتونن تماس مستقیم بگیرن. خیلی ممنون، متشکرم. یه چیز دیگه الان کوتاه بگم، نیم دقیقه‌ای هم برم. شما فرمودید که باید بیام همه چی رو بگم، چرا نمیاد بگید راجع به انجمن و فلانی نرفا. آقای سرمی، من یه اعتقادی دارم، این آقای فولادوند خیلی اشتباه کرد، اصلا این کار آخرش دونکیشوتی بود. خب بله. اما یه خدمتی در رابطه با شناسوندن مذهب اسلام به مردم ایران کرد و این ترس و این تابویه. حالا شما باورت میشه آقای کردا، باورت میشه من اینو میخوام به عنوان یکی از اشکالات بزرگ انجمن پادشاهی عنوان کنم که بگم انجمن پادشاهی اگر با ادب انجام داده بود با فرهنگ درست بود، ولی متأسفانه اونجا هم خراب کرد ایشون. همین الان از کانادا، از همون جایی که شما هستید، آقای سبا تبار داره سوال میکنه هدف از این ویدیو چی چیه، به چی میخوان برسن. بعد ایشون نوشته آخه پادشاهی و جمهوری اسلامی در هر دو اندیشه های فاشیسم هست. در صورت ببینید من فکر میکنم این ویدیو بیاد ما پخش کنیم مردم ببینن، اصلا سوالها اینقدر بشه که شما باید چند روز بیای جواب بدید. اصلا ممنون و متشکرم از وقتتون. خیلی ممنون. به قول آمریکایی‌ها سر این قطیر ورداشتید، حالا دیگه ببینیم چی میشه. مرسی عزیزم. مرسی. روزتون خوش. شما همینطور. خب دوستان عزیز، با آقای مسعود کردار بودیم از کانادا و همون جوری که ایشون صحبت کرد شما هم میتونید صحبت کنید، حالا حتی میتونید ویدیو درست کنید بفرستید، میتونید پیام بذارید من پیامتون رو پخش کنم. همین آقای شیرزاد جلیلی اگه صحبتی حرفی داره پیام بذارن من در برنامه آینده. میبینید الان من صحبت که میکنم گلوم خشک میشه، اون موقع استفاده میکنم از گفته های شما، هم برنامه با قوام و دوام میشه، هم این که نظرات شما هم پخش میشه و دیگه اینجا ما خودمون تنها به قاضی نمیریم. باز هم از آقای کردار ممنون و متشکرم. و این فیلمه اینجا یه جور بعدی پخش میشه، عکسه، بعضی از این عکس‌ها رو وقتی میذاریم این سیستم ما نمیدونم چرا اینجوری کجش میکنه، با وجودی که همش هم یا PNG یا JPEG هست. این آقای سبا تبار 22 سال رو قشنگ میتونم بگم، شایدم 23، یعنی از سال 2000 ایشون هم شاعر هست. و یک چیز عجیبی که من با سبا تبار میبینم، اون قدرتی که داره، همینجوری تو خیابون میتونه بره یه نفر رو بیاره باهاش مصاحبه کنه. اینو دست کم نگیر و ازش
استفاده کن. خیلی ممنون که بیننده برنامه ما هستید. دوستان اجازه بدید امروز رو همونجوری که اختصاص دادیم به عکس ها و اینها بریم سراغ این عکس ها، عکس ها رو تموم کنیم و بعد کنفسیوس رو بهتون نشون دادم. نمیدونم گفتم این آمریکایی ها چی میگن کانفشش یا چیزی اینجوری میگن، عین کلمه گیج و اینام هست، شاید اصلا اسم اینم اینجوری بوده واقعا نمیدونم. خب دوستان شما هم حتما دوستایی دارین که میخواین شام بخورین، میگه نه وایس من از عکس بگیرم، تو مهمونی میرید طرف میگه وایس من از عکس بگیرم، تو خونه هاشون معمولا این کارو میکنن. بهترین نقاشی که من دیدم که این رو به اصطلاح توضیح داده این هست، یک لحظه، که حتی بچه و شوهر و اینا همه رو نگه داشته این خانم، یکی با دست یکی با پا که عکس بگیره از سرفه از سفره رنگین و بذاره. شما نظرتون درباره این گونه افراد چی هست و چه باید کرد؟ باید دید و سوخت و ساخت یا اینکه راه حلی داره؟ خب ببینیم این چی نوشته. نوشته من آخرشم نفهمیدم از دیدگاه خانوما، ما مردا هممون مثل همین یا یکی از یکی بدتریم. اینم همون حرفایی که یه چیزی گفته شده دیگرانم میگن ولی نادرسته. اون یکی به قولن میگه همه مردا سرپا یک کرباسن، سر و ته یک کرباس هستن. بعد اون یکی میگه اینا از همدیگه یکی از یکی بدترن. همچین چیزی نمیشه، این گفته ضد و نقیض است. و اما ببینیم که این چیه. شما هم گاهی فکر کردید که مغزتون یا کلتون واقعا اینقدر سنگین هست و اینجوری هست؟ یک کمی من این عکس ها رو خدا دیگه ما پیر شدیم برای این کارا میذاریم، هم میگیم بیریم، ما دیگه نمیریم، جوونا بیان. ما که میگیم ما نمیخوایم جوونا بیان، جوونا نمیان، دوباره دوستان زنگ میزنن آقا من این دفعه کمک میکنم، چنین چنان میان، برمیگردیم. اینجوری سنگین تری، اشتباه نوشته سنگین ترین باری که هم غلط نوشته، سنگین ترین باری که حمل میکنیم افکاری است که در سرمان است یا در سرمان داریم. از این نوشته های غلط و غلوط تا دلتون بخواد توی فیسبوک و اینها هست، مخصوصا که الان دو سه تا فرهنگ دوستان تاجیک و افغانستانی و اینها هم هست و شما نمیدونی اون چیزی رو که من ممکنه بگم غلطه، یکی از اونها بگه نه آقا جان در زبان ما مثلا اینجوری درسته. در هر صورت اینم در جهت دهکده‌ای بودن دنیا داریم پیش میریم. میگه توی اینستاگرام، تو ایران میگن اینستا، توی اینستا نظرسنجی گذاشته بودن که با دلیل بگین چرا ازدواج نمی کنین. و یک شیرمرد شجاع ایرانی کامنت داده بود همه شرایط شد دارم ولی زنش بهش اجازه نداده. زنش بهش اجازه نداده بوده. خب اینم این در رابطه با آرایش و جراحی پلاستیک و اینها صحبت کردیم. آقای زمانیان هم از ایران لطف کرد نظرش رو نوشت، ولی این عکس رو نگاه کنید که خانم ها مهم نیست تو چه سن و سالی باشن. ولی همین هفته پیش در آمریکا یک گوینده تلویزیونی رو که خانمه موهاش رو رنگ نکرده بود و اینا میگن گری خاکستری، ما میگیم مو سفید، موهاش به اصطلاح خاکستری شده بود، از کار برکنارش کردن و الان یک چیز دادگاه و اینا هست و یه جنبشی را افتاده Go Gray، یعنی بریم خاکستری بشیم. اینم این خانم با این سن و سال داره آرایش میکنه و دیگه من نمیدونم چی بگم راجب آرایش و اینها. میگه که جناب سوربی تصویرتون ثابت مانده. آتیلا عزیزم این مال اینه که ما عکس گذاشتیم، من امروز به اصطلاح چی ندارم، برنامه ویدیویی ندارم، دلیلش هم اینه. شما هم حتما سر کار همین هستی. او ضمن دوستان آتیلا وقتی میره سر کار روزایی که حال و حوصله داره یا یه چیزی هست که تعمیرات و اینا هست
فیلم لایو میذاره، وقتی میره تو خیابون برنامه موزیک و این چیزا هست، ما رو هم در اون شادی خودش دیدن رقص و موزیک و اینها سهیم میکنه. من به نوبه خودم از ایشون ممنونم، تشکر میکنم. از اون ویدیوهایی که میذاره آدم خیلی چیزا یاد میگیره. شاید شما باورتون نشه، این داشت راجع به یه ماشینی میگفت که مردم ماشینای راهسازی و اینها، هیدرولیک و اینها، که مردم تماس میگیرن میگن استارت نمیزنه، بعد یادشون رفته که این چیپش، یا چیپس ما میگیم، چیپس مثلا اون چیپسی که میخوریم باید کنار دستگاهه باشه، نمیدونم او اف بهش میگن، یه چیزی هم بهش میگن آر اف او، یه چیزی اینجوری میگن. من یه ماشینی دارم، این دو سه تا کلید داره و یکی از این کلیدا، اون روز رفتم در رو باز کنم، دیدم در باز شد ولی استارت نمیزد. گفتم اه، ما که باتری ماشین رو پارسال عوض کردیم، بریم بدیم باقیشو بگیریم فلان اینا. بعد یادم افتاد که آتیلا گفته بابا این چیپسو باید بذاریم بغلش. برگشتم اینجا، اون کارتی که همراهش بود، کارت رو بردم گذاشتم کنار داشبورد، با وجودی که ماشین من از این ماشین قدیمی 2008 8 و الان 10 سال پیش، چند سال پیش میشه، 8 و 20 20 12 14 سال پیش، هنوز از اونایی که کلید میره تو سوراخش. ولی با همه اینا آتیلا جان، تا اون یه چیزی مثل کردیت کارت یه کمی ضخیم‌تر نیاوردم نزدیک تو اون حوزه‌ای که نزدیک اون نمیدونم رد فلان باشه، ماشین استارت نزد. ممنونم و خیلی هم متشکرم که اینها رو نشون ما میدی. آقای طباطبا میگه یاد داور هم بخیر سربی جان، با هم دیگه تا یک وقتی برنامه های رنگارنگ یونیک بود. آقای تبار، رنگارنگ برنامه بود که 22 تا مجری داشت، من اونجا منیجر بودم، سه ماه برنامه ها رو مینوشتم، آقای کشاورزی ها این ساعت بیاد، اون ساعت بیاد، از کانادا و از کالیفرنیا زنگ میزدن میگفتن خاک شما تو سر اینا شبا میرن قمارخونه، صبحام تا دیر وقت بیدارن. ولی تلویزیون رنگارنگ چنان این 24 ساعت رو استفاده میکرد و همه رو پوشش میداد، ولی داور خرابش کرد. داور خوبیش به این بود که مثل آقای شجره هست که برنامه نداره خودش. دیدید برنامه شجره رو؟ یکی دو بار اومده خواسته حرف بزنه نمیتونه. آقای شجره مهندس برقه، ممکنه بفسیش بالای دکل بهترین برق رو بس کنه، ممکنه اصلا ایشون استاد تسلا بوده، ولی گوینده خوبی نیست. حالا میبادی ولش کنی هر جا باشه حرف میزنه، آقای نمیدونم دکتر چیه هلاکوی هر جا باشه حرف میزنه، من با همین لهجه قشنگ شیرازیم هر جا ولم کنی حرف میزنم. بعضی ها رو برای یه راهی ساختن، برای یه کاری ساختن. داور وقتی اومد از این که نتونست حرف بزنه مجبور شد فوش و فضیحت شروع کنه، بعد یه سری طرفدارای اون شدن اونجوری. هنوز هم فکر کنم گاهی وقتی رادیوش تلویزیونش اینا باشه. در اصل ممنون و متشکرم، ولی خونه و ایناشو فروختن اینجا و میدیدم که خواهرش به اصطلاح ریلتور بود یا بنگاه معاملاتی بود و فروخت و رفتن. بودان که بود، رفت آن که رفت. دوستان شما نظرتون راجع به عشق و عاشقی به اصطلاح زن شوهرها چیه؟ من یادم این آقای مینویی خیلی به اصطلاح با همسرش نزدیک بود، وقتی همسرش مرد یه هفته بعدم مینویی رفت و خودش هم حتی به شوخی میگو که این همسرش هر وقت میگه دست منو بگیر بلند کن، میگو وقتی دستشو میگیرم میخوام بلندش کنم، میگه یا علی، من یواش میذارمش رو زمین، میگم خب تو گفتی یا علی، حالا بشین تا علی بیاد. بعد میاد میگه نه لوس نشو، کمک کن بلند شو. خلاصه این عکسو ببینی، اینم یکی از اون عکسا بود که حالا که پیرن، حالا همینجا تو اتاق فامیلی روم یا به قول نشیمن ایرانی نشستن، ولی چقدر عاشقانه دست هم رو گرفتن. خلاصه چی بگم، بله این هم از این. بریم سراغ این. یه چیزایی که وقتی من میخونم نمیدونم که واقعا درسته یا نه، حوصله‌ای که برم
تحقیقم کنم ندارم، چون اگه شما بخوای هر چیزی رو تحقیق کنی ممکنه به خاطر یه جمله مجبور بشی بعضی وقتا ساعتها روزها بری دنبال تحقیق کنی. نوشته آیا میدانستید هدهد نر تا جفتش نیاد لب به غذا نمیزنه؟ بله، چون لب نداره، نکته. و از اون جالبتر وقتی جفتش میمیره به هیچ ماده دیگری تا آخر عمرش نگاه نمیکنه. خب قربونت برم، وقتی جفتش میمیره اگه اینم لب به غذا نمیزنه دیگه احتیاج نداره به ماده دیگه نگاه کنه، میمیره اینم میره. نوشته ها رو شفتش میدین، اغراق میکنین، الله اکبر. چقدر این هدهد شبیه مردای ایرانیه. یه شعر بسیار زیبایی رو اون آقای پویا چی بود؟ چیه؟ پویا مهرا، خدایا چجوری یادمون میره، که میگفتن اولین کسی بوده که گیتار میزنه، سیتار رو آورد تو ایران، مهرآفرینش. یه شعر خونده بود به نام قوی زیبا، شنیدم که قوی زیبا بعد حبیب خوندش، برید آهنگای حبیب، فکر کن این قسمت رو تو ایران که برگشت رفت خوند. در صورت من وقتی این هدهد و اینا رو دیدم یاد اون قوی زیبا خوندم افتادم. میگن که قو وقتی میخواد بمیره میره اونجایی که عاشق شده اونجا میمیره. شما میدونید فیل وقتی میخواد بمیره میگن میره یه جایی حتی خودش رو میشوره، بعد میره یه کناری وای میسه یه جایی تا بمیره. اینا هم زندگی حیواناتی که ما حالا نکه خیلی از زندگی خودمون سر در آوردیم، میخوایم زندگی حیوانات رو هم زیر ذره بین بذاریم. اینم برای اونایی که دو تا زن دارن، یه زنش تو این اتاقه یه زنش تو اون اتاقه، کولر رو یه جوری گذاشته که نصفش این ور باد بزنه نصفش اون ور باد بزنه. این کولرها کولرهای گازی نسبتا جدیدیه که برای اینکه همه خونه رو گرم نکنی. اینا کولرهایی که تو هتل ها اگه برید میبینید یکی یکی اتاقا به اصطلاح این کولرها رو داره، قابل تنظیمه، برق کمتری مصرف میکنه، جدیدتره، صدای کمتری میده و الی آخر. نوشته مردی که دو زن و یک کولر داشت. اینم از این. ببینیم که یک نوشته دیگه، باز نمیدونم که اینو نیل آرمسترانگ گفته یا نه، نیل آرمسترانگ با لوی آرمسترانگ اشتباه نکنید، یکیش رفت کره ما، یکی مردم رو با زدن و نواختن اون شیپور قشنگ میبرد کره ما. نیل آرمسترانگ فضانورد آمریکایی، اول انسانی که پا بر ما گذاشت، از آن فاصله رنگ و نژاد و ملتی نبود، ما بودیم و یک خانه گرد آبی. کره زمین رو میگه. من آدم احساساتی نیستم، احساسی نیستم درسته یا احساساتی. وقتی خانه والدینم را ترک کردم گریه نکردم، وقتی در ناسا کار پیدا کردم گریه نکردم، وقتی روی ماه پا گذاشتم گریه نکردم، اما وقتی از روی ماه به زمین نگاه کردم بغضم گرفت. با تردید با پرچمی که بنا بود روی ماه نصب کنم بازی می کردم. از آن فاصله رنگ، نژاد و ملیتی دیده نمی شد، ما بودیم و یک خانه گرد آبی. با خود گفتم انسان‌ها برای چه می جنگند؟ شست دستم را به سوی زمین گرفتم و تمام داراییم و کره زمین با آن عظمت پشت شستم پنهان شد و من اشک ریختم. حتما شما می دونید که به اصطلاح بعضی ها ادعا می کنند، مثل آقای پروفسور دکتر رضا سلامی همشهری ما، بچه کازرون استان فارس، میگه که کره زمین صافه و اینام کره ما نرفتن. من باورم نمیشد که یک پروفسور ایرانی چنین حرفی بزنه. خب دوستان عزیز، چقدر فرق است بین حیوانی که تربیت میشه تا کمک کنه به انسانها، جون انسانها رو نجات بده، و انسانی که تربیت میشه تا جان انسان دیگه ای رو بگیره. این عکس این رو توضیح میده، نشون میده. بله،
خیلی ممنون. آقای زمانیان میگه آقای سوربی راستی کلاس هاوس، کلاب هاوس از اون همه سر صدا افتاد، فقط مونده مراد ویسی. ببین من فکر کنم یکی از اونایی بودم که 2 ماه یا 3 ماه آن ان آف بیشتر تو کلاب هاوس نبودم، چون دیدم اصلا جای من نیست اینجا، میدونید فایده ای نداره. و من حتی به آقای هوشنگ امیر احمدی، حتی به آقای شادانلو، به خیلی از دوستای دیگه گفتم که خب شما میان اینجا حرفی میزنین و میرین، هر کدومتون میتونید حرف خودتون رو 15 دقیقه بزنید بذارید روی یوتیوب، مردم بیان نگاه کنن، چی بیان بشینن 4 ساعت 5 ساعت بعضیا مسخرهتون میکنن، میگن حتما پوشک بستید، بعضیاتون صدای دستشویی توالت میاد که رفتین و اومدین و اینا. و من کلاب هاوس رو دوست نداشتم، خیلی هم خوشحالم که زود ازش آمدم بیرون. اینم زیباترین جبران محبت. این خانمه بچه یا کره این بز رو، چرا به بز میگن کره ولی به بره میگن، نه به سگ میگن توله، به بره و بز میگن کره ولی به اونا میگن توله. خب میگه تو ایران کاسبی میکنن با این کارا. با کدوم کارا؟ با کلاب هاوس و اینا. خب بذار بکنن یه منبع درآمدی باشه. آها داشتم راجع به آقای غلامرضایی با این فامیلی تو هم که آدمو دیوانه میکنه، چجوری اونجا صداد میکنن تو آلمان صحبت میکردم که کارش الان یه مقداری راحتتر و کمتر شده، امیدوارم اینم بتونه برنامه خودشو تولید کنه. و یه بار دیگه من این مژده رو به دوستان میدم که تلویزیون مردم فعلا روی روکو تیوی هست، نه کدی لازم داره، نه آبونمانی لازم داره، نه سابسکرایبشنی لازم داره. اگر از تلویزیون روکو استفاده میکنید و بلد هستید که چگونه کانال رو اضافه کنید، میرید توی ستینگ و توی اد کانال و اینا کانال مردم تیوی رو اضافه میکنید. اگه مشکلی داشتید با ما تماس بگیرید و ما یکی از اولین مجریا، یکی از اولین تلویزیون‌ها هستیم که همیشه درا رو باز گذاشتیم. حالا اگه به علت بی‌تربیتی و احمقی 4 نفر دیگه تلفن زنده و نمیگیریم، اونا شما به اصطلاح باز در نظر بگید تلفن داریم، واتساپ داریم، ایمیل داریم، فیسبوک داریم، وبسایت داریم. یعنی من یک شرکتی کار میکردم میگفت اینجا we have open door policy. open door policy یعنی مدیر نمیره توی دفتری بشینه در رو ببنده بگه گور پدر اینا، در رو باز میذاره که مشکلات رو ببینه بشنوه، همم آزادانه برن اونجا بهش بگن. در صورت این عکس قشنگی بود که این بز داره پیشونی این خانم رو میبوسه یا لیس میزنه به خاطر که کرش رو آورده داره بهش شیر میده، چون بعضی از این کرها و اینا ممکنه بلد نباشن شیر بخورن یا بالاخره مشکلات دیگه، یا مالی یه بز دیگه باشه این آورده این کارو میکنه. میگه که یه خانمی این عکس رو گذاشته که الان بهتون نشون میدم، سلکت اریا. ببینید من هر یه عکسی که میاد باید بیارم، میبینید این صفحه سفید میشه میره موقعی که من دارم اندازش میکنم که توی مانیتور ما جا بگیره. یه خانمی این عکس رو گذاشته و نوشته انگار یکی راه رفتن یاد گرفته، بعد مادر شوهرش اومده کامنت گذاشته انگار یکی کف خونش رو تمیز نکرده. این همیشه دشمنی خواهر شوهر و مادر شوهر و اینها ادامه داشته. امیدوارم یه روزی برسه که مادر شوهرها، مخصوصا اونایی که دختر دارن، فکر کنن که الان دخترشون هم توی خونه عروسه و هر رفتاری رو که دلشون میخواد مادر شوهر دخترشون انجام بده، خودشون با عروسشون انجام بده. میگن خوشبخت‌ترین زن دنیا حوا بوده، نه شوهر خواهر داشته، نه مادر شوهر داشته، خواهر شوهر فلان، نه هیچی نداشته. بعد میگن یه چیز دیگه هم میگن باز، آها میگن حضرت مریم هم از حوا دیگه یه قدم جلوتر بوده، اون دیگه شوهر هم نداشته، همینجوری بچه دار شده. حالا این هم یه داستان مسخره‌ایه که واقعا آدم خندش میگیره حتی در موردش فکر کنه. خب 100 خورده عکس بهتون امروز نشون دادم.
این موجود نه اجاره خونه میده، نه قبض آب و برق میده، حتی پول جوراب و پوشکی هم که پوشیده رو نداره، ولی شما اگه جرأت داری شبکه‌ای که داره بهش نگاه میکنه رو عوض کنی. خود من شاهد درجه یک این بحثم. نوهای ما یکی یکی یاد گرفتن از ریموت استفاده کنن، 6 و 4 و 3 و تقریبا 2، و میاد ریموت رو ور میداره، میره اونجا برای خودش روشن میکنه، عوض میکنه، که ما هم به اصطلاح دستمون بهش نرسه. از این جالبتر، من روی صفحه تلفنم روکو میذاره که شما ریموت رو نصب کنی. ریموت رو نصب کردم و اولین باری که کنترل رو عوض کردم، این نوه من خیلی سورپرایز شد، گفت تو چجوری این کار میکنی؟ گفتم من مجیشنم، شعبده بازی میکنم اینا. حالا که فهمیده، میاد تلفن منم ور میداره، اونم ور میداره، که دیگه ما نتونیم کانال عوض کنیم. دوستان تعریف کالری چیه؟ این خانم خیلی قشنگ توضیح میده. کالری چیست؟ موجودی است بیشعور که شبها میره تو کمد لباسهاتو برات تنگ میکنه. اینم تعریفای علمی، پژوهشی، تحقیقاتی. خب ببینیم دوستان، اینجا کاکو رضا سلامی از بچگی قاطی بود، آدم بسیار خوبیه و متاسفانه مشکلات زیادی هم براش توی آمریکا پیدا شده، حتی با دولت آمریکا، حتی اونجایی که کار میکرده و اینها مشکل پیدا کرده بود. حالا امیدوارم یه صحبتی هم بتونیم با ایشون داشته باشیم. چند مدت پیش بهش صحبت کردم، گفتم بیا با هم یه گپی بزنیم، گفت نوه‌دار شده و با نوش و پسرش بود، فکر کنم فقط یه پسر داره، حالا هرچی هست خوب و خوش باشه. و یه ویدیوی هست دوستان، بعدا پیداش کنید نگاه کنید، نشون میده که وقتی اوباما یه چتر داشته چجوری میگیره رو سر دیگران، و وقتی ترامپ یه چتر داشته چجوری از رو سر زنش و پسرش میاره اینور و رو سر خودش تنها میگیره. حالا اونا همه رو ول کنید، این عکس رو ببینید. نوشته رابطه مراقبت میخواد. شما مراقب هستین؟ مراقبت میکنید؟ خود من گاهی وقتا کوتاهی میکنم، باید بیشتر مواظب باشیم. از این عکس ها بیشتر ببینیم، فقط هم نبینیم و پاک کنیم و شیر کنیم، خودمون هم انجام بدیم. بسمونه دیگه نه؟ کم کم ببینم چند تا عکس مونده، اینقدر عکس گذاشتم که تموم بشو نیست. خب اینم یکی دیگه نشون بدم که حتما شما همین فیلم ایرانی که بهتون گفتم به قید قرعه حتما نگاه کنید. از این شامپوهای تخم مرغی و اینا هم توش بود. این شامپوی دارمو، دارموی داروگر، یادتونه که من همیشه از خودم پرسیدم اینا چقدر تخم مرغ میکنن تو این که این زرده. ولی حالا این حمام ایرانی رو نشون میده، مادرها اینقدر، فرزند اینقدر، باباه اینقدر اون پایین. حالا باید برعکس باشه، معمولا پدرها چون قدشون بلنده اینو باید بالا بذارن، اون که بیشتره پایین در دسترس خانم ها باشه، و حتی بچه پایین، مادر وسط اینا، ولی خب خانم ها بالا هستن، بالا بودن. اینم از این عکس ها. شما هم به من بگید که همه این عکس ها رو دیده بودید یا فقط بعضی هاشو دیدید. دوستان میدونید که این مژه های مصنوعی چند سال به شدت ارزون شده، و ای وای وقتی که میری فروشگاه، وقتی میری تو خیابون، وقتی میری یه جایی خانمه پشت صندوق، اصلا این مژه که میزنه باید شما عقب وایسی که نخوره تو صورتت. حالا یه جا هم یک شو دیدم نشون داده بود که طرف شستش انداخته رو بند، اومده رو زمین، نوشته بود نگران نباش این چیزی نیست، طرف مژه های مصنوعیش شسته، منتظره که خشک بشه. این رو هم به عنوان حسن ختام برنامه امروز بذاریم و ما هم به شما بگیم یه بار دیگه که تلویزیون مردم رو میتونید از طریق این شماره تلفن. عکس بازم دارم ولی دیگه 2 ساعت خورده اینجا هستم، و من چون قول داده بودم با آقای کردار صحبت کنم، به اصطلاح صحبت کردیم، حالا این پلیر 6 رو به شما نشون میدم که شماره تلفن رو چیز داره. اگه کسی میخواد وبسایت ساده درست کنه، من میتونم کمک کنم با یک هزینه خیلی کمی که شما
تلویزیون مردم. اگه فکر کنید زمان وبسایت گذشته، فیسبوک دوستان من پیشنهاد میکنم پیج باز کنید، چون وقتی کارتون راه افتاد رسید به 5000 نفر، اون وقت میبینید فقط اسم خودتون تنها که پروفایل کافی نیست. اینم من نمیدونم آقا میذاشتی پرسونال بیزینس، یک نوشته پروفایل، یک نوشته نمیدونم پیج. در صورت اونم میتونم کمک کنم. اگه کسی بخواد کانال تلویزیونی، کانال یوتیوبی خودش رو روی روکو ببره، اونم میتونم کمک کنم. و همه اینها باید شما یه هزینه کمی رو به صورت سپورت برای تلویزیون مردم پرداخت کنید. اگرم نه، خودتون برید بخونید، یاد بگیرید انشالله و نصب کنید. پس من همینجا به اصطلاح برنامه رو میبندم و به قول ایرانی ها تو ایران دیگه نمیگن خداحافظ، میگن یه وقت ما نگیم خداحافظ آخوندا فکر کنن به خاطر اونا. این اکثرم بذارم اینجا. باز تشکر کنم از آقای زمانیان. آقای زمانیان خیلی ممنون. این اکثر رو بعدن سعی میکنیم که ساعت چیز و اینا رو هم روش بنویسیم، ساعت اروپا و دیگه الان نمیذاره. نگاه کن برنامه قفل شده. نمیدونم شما الان اونجا چی میبینین. بله سیاه میبینید. خب ما هم اینجا سیاه میبینیم، هیچ اشکال نداره. بذارید ببینیم پله. نه دیگه قفل قفل شد، تموم شد. آقای زمانیان بازم از شما ممنون. دوستان دیگه از یکایکتون ممنونم. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید و اگر موردی هست، بحثی هست، گفتگویی هست، پیشنهادی هست، میتونید اینجا عنوان کنید و با هم صحبت کنید. روز روزگار بر شما خوش. تو ایران به جای خداحافظ میگن فعلا. حالا اینجا از سالها پیش میگفتن سی یو یا به امید دیدار و اینها، فرقی نمیکنه دوستان. خودتون به این چیزا مشغول نکنید. اگه کسی اهل کاری هست بلند شو بره ایران. اگرم تو ایران هست، طرف اومده یه پشت گردنی زده به یه نفر، اونای دیگه دلشون خوش، این بدبخت ها رو انداختن زندان. میگم آخه این چه کارهای احساساتیه که انجام میدید؟ اگه میخواین کار کنید عقلانی با برنامه کار کنید. خب بریم دیگه، به امید دیدار بتونیم برنامه ها رو بیشتر و بیشتر داشته باشیم.